در بخش اول طبیعتا درباره بازی های هفته اول و بحث فنیش هفته پیش درباره لیگ این بحث مقدماتی رو کردیم که چقدر کم گله و آمار گل سه سال که رفته زیر دو هفته اول هم طبق همین روال شروع شد میانگین گل عین پارسال بود یک و هفتاد خورده ای که تازونم یک سومش توی بازی مسجد سلیمان زده شد و نفت و مثل کرمان گردن گرفتن این پرگل کردن این هفته رو پرگل کردن که در واقع کمتر کم گل شدن هفته رو بازی <تصفيق> 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 بازی مهم هفته افتتاحیه استقلال و سپاهان بود که سپاهان پیروز شد منتظر تقابل دوتا مربی پرتغالی بودیم قلعه پرتغالی ها که ببینیم که توی اولین پرده لیگ چه نمایشی برامون اجرا میکنن و به نظر اومد که مورایس خیلی قدرتمندتر شروع کرده خیلی کامنت های زیادی من میدیدم از هوادارا بعد از بازی که این سپاهان حتما قهرمان میشه خیلی سریع قضاوتشون هم کرده بودن که این سپاهان حتما قهرمان میشه بریم ببینیم که رضا درباره دو تا مربی پرتغالی و اینکه چقدر حالا چند درصد میشه بعد از این بازی دربارهشون صحبت کرد و تحلیلش چیه از ساپینتو و آقای مورایس خب یه نقطه که واقعا خیلی داده کمی واسه اینکه را بگیریم ازش بگیم آقا این تیم قهرمان میشه یا نه یا بگیم این مربی چه جور مربیه ولی به حال یه گرایی از همین یه بازی میشه دریافت کرد دو تا مربی شخصیت کاملا متفاوت و متضادی تو این بازی داشتن مورایس به نظرم مربی عاقلی اومد از این مربی از این آدمای آروم که تو با خون سردی میدونن دنبال چی میگردن <applause> یعنی حالا این به واسطه کار کردنش با مورینیو خیلی در واقع لیبل مربی مورینیویی روشه و من فکر میکنم که اون هوشمندی و آرامش مورینیو واقعا تو کارش هست البته تو, این بازی اومد از یه استراتژی نسبتا دفاعی استفاده کرد استراتژی نسبتا محافظ کارانه که درستم بود نتیجه بازی هم داره اینو میگه شکل بازی هم همینو میگه ولی خب منطقیه یعنی این بازی بود که جلوی تیم قهرمان فصل گذشته تو خونه اون تیم داشت انجام میداد و این خودش یه جلوه در واقع عاقل بودن این مربیه که وقتی هنوز دستش نیست لیگ چجوریه وقتی هنوز دستش نیست نسبت قدرت تیما تو این لیگ که تازه پاشو گذاشته توش چجوریه اونم تو خونه تیم قهرمان فصل گذشته یه استراتژی نسبتاً محافظ کارانه داشته باشه معمولا دفاع از وسط زمین شروع می کرد کمتر سراغ پرس بالا می رفت. ما اون داسیلویرا رو خیلی نمی هنوز اون هم تو وضعیتی که بخواد بالا دفاع کنه ندیدیم ولی خب می که زوج دانشگر بود آره. ولی دانشگر رو می می‌دونیم که خب اگه شما خط دفاعی یه مقدار بالاتر ببری احتمال آسیب خوردن به خط وجود داره و منطقی بود که دفاع از میان زمین شروع می کرد استرتج... کاملا استراتژی واکنش به بازی استقلال بود و تو نیمه اول به درستی تونست بازی استقلال خونسا کنه تحلیلش کرد و نیمه دوم که پاشو گذاشت تو زمین به نظر میاد که با ایده درستی داره میاد تو زمین یعنی میدونه که قراره با این استقلالی که تو نیمه اول دیده چیکار بکنه خیلی زودم تونست در واقع گلا به نظرم خیلی خوب نشون میداد که چطور میشناخت که با چه حریفی داره بازی میکنه یعنی تو نیمه اول شناخت کافی از حریفش رو به دست آورد یه جلوه عاقل بودن این مربی اینه که تو این بازی که با یه تیم تیم تیمی که در واقع پنج دفاع یا حالا سه دفاع بازی میکرد تیمی که آرایش سه 4 سه داشت باید تو دفاعش عرض شکل میداد از اون نمیتونست مثلا دست بزنه به آرایش 4 سه، سه که به حال باش تمرین کرده یه روش رایج نه. تو این جور مواقع اینه که تیم‌ها از وینگراشون میخوان که بیان کمک کنن عرض تو دفاع تولید کنن چون تیمایی که پنج دفاع بازی میکنن اگه به درستی پنج دفاع رو بازی کنن ارز خوبی تو زمان حمله دارن یه مقدار دفاع کردن جاشون سخته همیشه تو زاویه مخالف بازیکن دارن با مثلا خیلی خوب میتونن با پاسه قطری جلو برن و اساسا یه مقدار مقابله با اون ارز سخت میشه یه راه خب خیلی تیم‌ها میرن سراغ پنج دفاعی کردن این شکلی عرض میدن حالا کاری که مورایس کرد و خیلی هم رایجه اینه که شما از وینگراتون کمک بگیرید عملا فول برکات دفاع کناریاتون بیان رو به داخل بازی کنن و وینگرا کمکشون بکنن کاری که مثلا اگه خاطرتون باشه به شکل افراطی تو جام جهانی مهدی تارمی تو بازی با سپام، بازی با اسپانیا با, مک... با انجام داد تو این بازی ما میدیدیم که وقتی که وینگ های استقلال میمدن تو حمله کامل دوتا وینگر سپاهان میشستن عقب هم تو سمت راست فرشاد هم از داده تو سمت چپ علی نژاد که پاس گل اول هم داده ولی اینا عمده از تو فاز دفاعی بود جایی که کمک میکردن که در واقع عرض تو دفاع شکل بگیره و به این لحاظ بود که بازیکنی مثل علی نژاد ترجیح داده شد به معرضه حسینی که به لحاظ حجومی یکی از بهترین وینگرهای لیگه واقعا جز تاپ های لیگه به لحاظ خلاقیت و تواناییش تو کارهای هجومی ولی به واسطه اینکه خب مشکل بچه اومد تو زمین آره. جایی که دیگه تیم نیاز به زده حمله داشت عملا دیگه ج... ولی عملا در واقع این دو تا... دوتا وینگری دوتا دو, تو... دو تو وینگری رو به اون ترجیح داد که توی کار دفاعی مشارکت دفاعی بازیکنه متحدتری بودن بازیکنه که مؤثر و این دوباره یک جلوه از اقلانیت این مربی وقتی از اساسش داشت ترکیب شد این بازی میچید جلوه دیگهش به نظرم تو کنفرانس بعد از بازی بود که خیلی با احترام صحبت کرد پاش رو زمین گذاشت خیلی جوگیر نشد و در واقع جوری صحبت نکرد که انگار موفقیت ویژه به دست آورده و حتی به عواملی که خارج از اختیار خودش بود و کمکش کرد از جمله اینکه خب مثلا شاید استقبال بعد شانس بود بدون تماشاگر اینا اشاره کرد این نشون میده که دید درستی داره برخلاف حالا کاری که مثلا تو اردوی سپان اتفاق افتاد که مثلا با یک استقبال ویژه‌ای شد از سپان تو برگشت به اصفهان تو اولین بازی فصل این چه اتفاقی افتاده این این جوه اساسا جو برنده نیست میدونید اگه بنا... اگه قرار تفکر مورایی سپان جلو ببره احتمالا باید این جوه تو اطراف تیم بشکنه که مثلا شما با یه برد گرمیت کنه با یه باخت سردیت کنه یه تناقضی هست یعنی بین روحیه مورایس و اتفاقی که افتاد با اون اتفاق اش... جبه اطراف سپان هنوز محرم نوید کیایی نه محمد رزا ساکته ساپینتویی هست ساپینتو خیلی مربی پرشور و خیلی ایدئال به نظرم اومد اون در واقع استراتژیک استفاده کرده بود تو بازی اول خیلی افراتی بود و بر مبنای احتمالا اینکه خب فکر میکرد به حال تیم قهرمان دستشه و تیم قهرمان تیمی که میشه باهاش فوتبال مطلقا غالب با بازی کرد یعنی فوتبالی که بتونه مثلا با خیال راحت تو عقب زمین دو به دو سه به سه بده ولی دیدیم که ایده شکننده بود یه مسئله وجود داشت که ساپینتو من شنیده بودم از بازیکنای در واقع توی خود تیم به واسطه که می گفتن که خیلی تمریناتش تمرینات سه نیست صحبتش هم کردیم وقتی بحث شد که این خبرش اومد که در واقع داره میاد استقلال صحبتش کردیم که فقط تو پنج تا بازی آخر آخرین تیمی که داشته سه چار سه بازی کرده و اینجا دوباره یه سه چهار سه هجومی به نظرم یه نکته ای به خوبی نشون میده که یعنی در واقع روح ماجرا توشه اینکه شما اگه نگاه کنید پایین ترین نمره رو وینگ بک های استوالی گرفت آره 6 و 2 6 و 3 مثلا این هولوش بودن و در واقع اون شهودمون هم همین بود دیگه یعنی اونچه که تو بازی میدیدیم میرزایی و جلالی در واقع جو ضعیف ترین بازیکن استوالی تو این بازی بودن خب این نشون میده دیگه شما وقتی پنج دفعه بازی میکنی یا در واقع ارز میسازی معمولا بهترین بازیکناتون همون وینگ بکان مثلا سعادت هردانی رو پارسال تو استقبال به خاطر بیارید اون سمت زمین جعفر سلمانی چقدر گل زد واسه استقلال خاطرتون باشه و حتی اگر اولین پیشروترین مربی که با رو به سه دفاع بازی با سه دفاع آورد تو رو به استفاده از وینگ بک ها آورد استراماچونی به خاطر بیارید اصلا روزهای طلایی ووریا و میلیچ بود که حتی اینا واسه همدیگه گل میساختن تو جریان بازی اینکه استقلال نتونست در واقع فول ها وینگ بک ها استقلال پایین ترین عمل کرد ضعیف ترین عمل کرد تو این تیم داشتن به خوبی نشون میده که استقلال در واقع نتونست سه دفاعه رو درست بازی سه چهار سر رو درست بازی کنه رضا در یک جمله در واقع میشه دو جمله ولی بازم خیابانی شد این درسته که ساپینتو اومد حمله کنه و نشد مرایس اومد دفاع کنه و شد این اتفاق این استراتژی هم برای بازی دوتا تیم بزرگ اون درست تر بود هم برای بازی اول فصل که تو وقتی ما همش میگیم بدنسازی و شکل نگرفته و فلان دفاع کردن معمولا راحت تر از هم آره ده. یه خورده به نظرم تو تخمین قدرت تیم ها شاید دوچار اشتباه شد ساپینتو و شاید فکر میکرد به هر حال تیم قهرمان دستش تیمیه که مثلا پارسال بدون شکست بوده امسال تقویت هم شده ولی خب ما صحبتشو کردیم که اگه هر کسی تو استقلال اینجوری بخواد نگاه کنه و تصور کنه که بیس فنی استقلال واسه قهرمانیش اینقدر جلوتر از بقیه است که کارش راحته با یه خیلی با صورت میخوره تو حقیقت چون واقعیت اینه که استقلال بیس فنیش سال گذشتم جلوتر از باقی تیما نبوده خب حالا اگه شاید اگه قوره سختتر بود شاید اصلا واسه استقلال شاید اصلا به نظرم ساپینتو داشته در دسر میشه چیزی که میتونه کمکش کنه چون فوتبالی که میخواد بازی کنه اگه جا بیفته بسیار فوتبال غالبیه بسیار فوتبال غالبیه ولی اگه خب بسیار سختم هست یعنی نشون داد که چقدر شکننده شده سپان اگه این فوتبال در واقع من فکر میکنم اگه قرش سختتر بود شاید اصلا تو همه ابتدای فصل دچار در سر شدید تر میشد ولی حدس میزنم که این قره آسون تو هفته آینده کمکش کنه که بتونه ایدهاش رو بهتر جا بندازه تو تیم قرش اگر سخت بود میتونست چهار پنج تا بازی اولش مثل چهار پنج تا بازی اول استراماتشونی بشه که دو امتیاز داشت بکنه از چهار بازی و با باخت مقابل ماشین سازی هم شروع کرد ولی اون این فرصت رو داشت و تیمش رو درست کرد این هم به قول تو خوش شانس... یکی دو سال سوال دارم دربارش یکی این که طبق حرف تو اگه بازی اولش با ملوان بود یعنی این استراتژی درست بود به نظرت منطقی تر بود خب منطقی تر بود باز هم شاید مثلا این که شما اینقدر استراتژی شکننده داشته باشی یه بازی اینکه انقدر راحت مثلا به پشت وینگ بک هاتون برسن انقدر راحت تو عمق بتونن برتری عددی بسازن جلوتون ب... به نظرم نهایتا استراتژی معقولی نیست خب یعنی من فکر میکنم اینطور شما سه دفعه پنج فرهاد رو ببینید سه دفعه پنج استرار رو ببینید ه... اینقدر شکننده نشون نمیدادن رضا چقدر تاثیر داشتین که یه سری بازیکناش هنوز نیومدن دیگه مثلا الان دو تا دفاعش اضافه میشن احتمالا سیاوش و مرادمن مثلا سیلوا خیلی خیلی انتقاد بود ازش میگفتن نمایش خیلی خوبی نداشت سیلوا خیلی خوب بود پارسال ولی این بازی با مقصر بود البته یادم بود دیگه پارسال دیگه مثلا من یه بار با رضا صحبت کردم خیلی با با سیلوا حال نمیکرد گفت این آره. گفت دفاعی که پشت زیاد میخوره آره خیلی. درست آره. سرعت با این بازی هم خورد آره این تغییرایی که میگه هم عقب زمین هم اون جلو مهدی آره و قائدی آره و هر اصلا استقلال تیم دیگه است سوای این تیمی که دیدیم قاعدتا اضافه شدن بازیکن به کیفیت تیم کمک میکنه اینکه بدیهیه ولی استقلال به نظرم یا باید سه, دف... سه چهار سر رو درست بازی کنه یا باید تغییر و سیستم بده در طول فصل اتمان اتفاق واسش میفته این مسئله به نظرم مسئله نفر نیست مثلا اینه که سه چهار که داره بازی میکنه یه جایی میتونه ترک بخوره تا بره تا توی دروازشون اون ترک و یه نکته دیگه میگن که استقلال نیاز داره به یه حافکی که جای مهدی مثلا بتونه اون وسط زمین بیشتر. به چرخونه آره به چرخونه بازی استقلال با. مشکل دهنده گیرنده داره یعنی حتی جلو زمین هم بازی کنه که میخره بیشتر عملا مصرف کنندن خب یعنی بازی خلاق نیستن دقیقا نقطه مقابلش پرسپولیس که حالا تو بخش پر... بازی پرسپولیس رو با هم بهش میرسیم این مشکل رو داره یعنی تیم بستن استقلال اینه که هافکاش اساسا هافکای خلاقی به اون معنا نیستن و خط جلوشم هم دوباره همینه یعنی خط این تیم نفراتی که گرفته بیشتر از اینکه بازیکن خلاق باشن بازیکنایی که باید به بس موقعیت بسازی ضربه بزنن مثلا شاید یامگا یه بازیکن بینا بینی باشه بین بازیکن نفرت خط جادوشون یا قاعدی اگه آماده باشه باز قاعدی بیشتر به نظر بازیکنی که شما باید تو موقعیت یک به یک برداشتن زدن ضربه قرارش بده یعنی بازیکنی نیست که با خلاقیت اون خلق موقعیت بکنه واسه بقیه بیشتر اون جنبه در, در واقع تمام کنندگیش اون جنبه ای که در واقع اینو به عنوان یه بازیکن کنند, مصرف کننده استفاده بکنی تقویت میشه بعد یه مشکل بزرگتر اینه که الان دوتا تا وینگر خریدن که هر دوتاشون باید وینگر چپ بازی کنن عین مشکلی که پرسپولیس داشت الان هم قایدی هم محبی باید وینگر چپ بازی کنن هر کدوم اینا رو ببری وینگر راست اینا عملکردشون نصف میشه این واقعا افت میکنه بعد جدا از اینا مثلا پیمان بابایی بازیکنه که باید این سم بازی کنه امیرعلی صادقی که ستاره بازی دوستانه استقلال بوده اونم بازی کنه که باید همون سم بازی کنه دیدید هر دوتا بازی کنه تو نیمه دوم که اومدن هی کشیده می شدن به سمت چپ هی می رفتم به سمت چپ گیه خورده دور از اقلانیت به نظر میاد خرید کردن سه تو این روزها توازن نداره آره یه اصلا یعنی خورده انگار به نظر میاد که خرید کردن که بگن خرید کردیم میدونی شاید مثلا مدیریت میخواد مثلا آره مثلا خودش از زیر فشار آره چون اولش بارد. اول نقل و انتقالات خیلی مدیرای استقلال زیر فشار بودن که آقا شما قافیه رو باختید به پرسپولیس و یه دفعه اینا شروع کردن پرسپولیس دیگه خب پشت صد مهاجم ولی یهو اینا کلی خرید کردن و به قول رضا الان همچنان هم این بازی نشون داد که مشکل داره آره بعد این دو سه که میان اونجا محبی و قائدی نکته که سلمانی که میره چپ میاد جایی که جدادی بازی کرد احتمالاً سلمانی میاد اونجا ولی باز با این حال اون جلو کاوه فکر کنم کنسل شد آره امروزی خبری بود که کاوه قرارداد نبسته هنوز به خاطر اینکه مشکل... نبسته و اینا بهش مشکل... میگن زودتر ببند این میگه یه مشکلی دارم و فرصت خواسته به خاطر همینم بازیه اولا نمیست که یه درگیری و داستانهایی داره اونجا یه سال دیگه هم درباره استقلال اینه که دوتا گل خورد که با تیمی که پارسال سراغ داشتیم از فرهاد خب عجیب بود دیگه پارسال فقط یک بار جدا مثل رفسنجان دوتا خوردن که سه دو باختن بعد خط دفاعی که با یازده تا گل خورده بهترین خط دفاعی تاریخ لیگ شد حداقل از لحاظ نفرات هیچ تغییری نکرده بود گلر همون گلر سه دفاع وسط سه تا دفاعی نیم فصل دوم بودن بعد از رفتن سربازها ولی همین آدمها اومدن توی اولین بازی دوتا گل خوردن یکی دوتا دیگه میتونستن بخورن اینو چجوری تحلیل میکنی؟ خب اول اینکه امید گل سپان زیر یک بود یعنی قاعدتا نمیشه خیلی رو دوتا گل خوردن حساب امید کرد امید بود آره حالا میرسیم بهش ولی این به نظرم نباید اینجوری نگاه کرد که دوتا گل خورد یعنی از اون ور هر چقدر استقلال پس گذشته خوشانس بود مخصوصا هفته که گل نمی‌خورد. این استقلال بعد شانس هم بود دیگه. الان دقیقاً دو دوم بود که ناوش ناوش بود بود دفاع دفاع داخل. داخل. ولی یه مسئله دیگه شکل دفاع کردنه یعنی شکل دفاع کردن استقلال ایراد داشت گفتم استقلال 3 4 3 رو نه تو دفاع نه تو هجوم به نظرم کامل پیاده نمی کرد و این شکل دفاعیش بود که با وجود داشتن همون نفرات قبلی تقریبا نتونستن کلینشیت کنن اوکی okay. قبل از اینکه از استقلال بریم بیرون یه خودم به ساپینتو رفتاراش توی کنفرانس بعد از بازی و قبل از بازی میتونیم بپردازیم یه ذره این که اونقدی که مورایس به خودش مسلط بود ساپینتو نبود و اونقدی که آدم احساس میکرد اون مربی قابل تکیه یه این نبود یه خوردم که شبیه ما ایرانیا شد دیگه سری گفت که پنالتی منو نگرفتن اگرچه که پنالتی میتونس باشه اون پرتغالی بود که تصور تصور ما از مربیای پرتغالی تقریبا همین جوریه دیگه ساپینتو جو تقریبا همین بود فقط بگم که اولا من رفتاره کنار زمینش به نظرم خیلی واکنشاش زود بود مثلا گفتن که چیز رامینو صدا زده گفته که چرا داوری تو ایران اینجوریه نمیدونم درسته یا نه رامینو صدا زده آره گفتن رامین داشته کنار زمین ات مینداخته به رامین یه چیز. با رامین زیان یه گفتگوئی که چه داوریه و... انگلیسی بود در رامین بپرد مازن در اینجا این مورینیایی بود مورینیا به بازیکن حریف توصیه تاکتیکی بود بازیکن حریف دست مینداخت تو گردنش این یه این مورینیا بوده و این که میگم خیلی واکنشاش احساسی و اینا بود بعدش هم در مورد داوری هم صحبت کرد و خب باشگاه استقلال هم ظاهرا شکایت کرد اتفاقی که تو داوری افتاد واقعا هم در واقع گله میتونه پنالتی میتونه در واقع پنالتی باشه پنالتی که رو رمزانی آرمان رمزانی اتفاق افتاد میتونست پنالتی باشه آره، و خب عادتا خیلی کمک میکرد به استقلال و اونجا هم که گلر سپان خودش رشید خودش رو انداخت به نظر میرسید اونجا هم خطا نیست اصلا خطا نبود یعنی, یعنی آره. جفت سحنایی که استقلال یا بهش اعتراض داشتن جفتش به نظرم درست بود تو به یه فرش که اون اصلا اون نبود. نبود. پنالتی نبود ولی خواهم میگم خیلی زوده برای اینکه هفته اول از داور شکایت کنیم آره. <íb> زمان بدی دیگه اون هفته اول شکایت از داور چیزی که مثلا قاعدتا معمولا هفته پنجم ششم اینا بهونه داور نمیخوام بگم بهونه ولی میخوام بگم که از اون هفته شروع میکنن داور رو تحت فشار قرار دادن خیلی آره و اگه بمونه ایران چند هفته میفهمه که واقعا داوری ما همین شکلیه حالا چند بار ممکنه به نفع دریا چند بار به ضرر و عادت میکنه به نظرم این هفته اگه کسی خیلی میخواست از داوری شاکی باشه مثل رفسنجان بود که جدای تیم رضا اینا حقشو خوردن از بازی استقلال سپاهان بخوایم در بیایم. یکی دو تا چهره خیلی ویژه یکیش مسعود ریگی بود که دو فصل سپاهان بازی میکنه و استقلالیا فکر کنم بیشتر از همیشه حسرتش رو خوردن که این آفک دفاعی رو از دست دادن هفته پیشم صحبتش بود که ما ده تا آفک دفاعی مثل این میخوایم نمره 795 گرفت بهترین بازیکن زمین شد پاس گل دوم به رامین داد و بقیه‌اشو تو بگو نه همشو گفتی تقریبا ستاره بازی بزرگ تو ستاره بازی بزرگ هفته تو همه زمینا جزء تاپ های بازی بود دیگه یعنی بیشترین نبرد موفق رو داشت بیشتر یک به کار درگیری ها رو برد جزء بازیکنایی بود که بالای 90 درصد دقت پاس داشتن پاسشون معمولا سالم میرسوندن بعد انتخاب پاس درست معمولاً جزء بازیکنایی بود که بیشترین خلق موقعیت رو داشتن تو بازی جزء بازیکنایی بود که بیشترین قطع توپ رو داشتن تو بازی همه کاری که افکتفای با توی همچین بازی درگیر نمی‌کرد و مسئولگی انجام داد یه نکته ویژه همون صحنه گل گل دوم سپاهان پاسی که برای رامین فرستاد خب دو... یا کل رو از بازی خارج کرد آره یه پاس تعویض منطقه عالی کاری <clears throat> که از اول بازی رو پرت اوت سپان داشت سعی میکرد انجام بده و عجیب بود که حالا استقلال متوجهش نشد تا اینکه نهایتا ضربه خورد ازش خب رامین بعد از جدایش از پرسپولیس و اینکه گفته بود تو ایران به تیم جز پرسپولیس فکر نمیکنم هرگز تو تیم جز پرسپولیس بازی نمیکنم اینا فصل و عالی شروع کرد از این بهتر نمیتونست شروع کنه واقعا تناقض بزرگیه یعنی اینکه تو زمین چیکار میکنه و بیرون زمین چیکار میکنه خیلی تناقض بزرگی آدم باورش نمیشه که مثلا وقتی تو زمین آدم میگه ای ول شد داره فوتبال خوبی بازی میکنه درست فوتبال بازی میکنه و بیرون زمین آدم باورش نمیشه که این این در واقع اون فوتبال از همین آدم داره میاد خب اون, اون همون عقل داره تو زمین هم کار میکنه یه خورده عجیب و غریبه البته در مورد در مورد پرسپولیس رفتنش فکر کنم انتخاب خودش نبود دیگه نخواستنش ولی خب شما نباید بگی که من تو ایران تو تیم جز پرسپولیس بازی نمی‌کنم میگن حالا من که چون خیلی معتمد پرسپولیس نخوادت و باید بری یه تیم دیگه یعنی جمله نیست که بخوای بگی اصلا بعدن گیر می‌کنه یه که خودت واسه خودت طراحی می‌کنی همین الان مشابهش محمد نادریه که این جمله رو گفته و توش مونده از استقلال پیشنهاد نداره از دو تیم دیگه داره مونده که چیکار بکنه یکی از در واقع اون جلوه های این تناقضه جایی بود که رامین بعد از مثلا یه فصل موفق رفت یه مصاحبه کرد با از پرسپولیس بندازنش بیرون خب تو مصاحبه جمله گفت که ما اینجا بهش پرداختیم گفت که تو مشکل پرسپولیس این بود که یه بازیکن نبود که بتونه با یه قطری خوب بعد تغذیه کنه حالا تو اولین بازی که از پرسپولیس با یه قطری خوب گل زد <applause> پرسپولیس در واقع یا بعد رامین رد میکرد یا ریگی رو میآورد که <applause> کار دومی رو نمیتونست اسم بکنه رد کرد و تو اولین بازی برای سپاهان کاری رو کرد که تو کل نیم پس برای پرسپولیس نکرده بود حداقل گل نزده بود برای پرسپولیس گل نمیشد اون توپ اگه به پای دفاع نمی تو آقا خیلی با خوش شانسی هم گل آره شد یعنی و ایناش جوری نبود که گل شه به نظرم کارمای کارما میشه اینا که خوش که استقلال آورد ساده پیش خیلی گلایی که باید میخورد نخورد مثلا بازی پیکان یا بازی دیگه اینجا یهو برگشت و کیفش رو رامین رضائیان کرد درباره ریگی توی تیم محرم داشت تلف میشد کم ذخیره -کم شده بود ریگی توی اون سیستم حالا یا خودش پارسادو فرم نبود یا تو اون سیستم جواب نمیداد نمیدونم و انگار حالا با سپاهان مورایس داره دوره دوره ریگی میشه خیلی عجیب بود چون دقیقا وقتی ریگی رو محرم خرید و به نظرم اومد که شاید بهترین خریدش باشه بازی کنه که دقیقا به همون استایل بازی میخورد و مناسب اون شکل از بازی بود ولی برام عجیب بود که نتونست یه جای مطمئنی تو ترکیب اصلی تیم محرم پیدا کنه بعد صحبت های ساپینگ و مرایس هم جالب بود دندونای ما هم شمارده بودن یه جورایی قشنگ مردم میخوان دل ما رو به دست بیارن یکشون اومد و گل میداد به خبرنگارا یکشون کلی از شغل ما تعریف کرد از اینکه ما با اینکه پول زیادی به دست نمیاریم با اج کار میکنیم قشنگ معلوم بود جا... که آه. خوبه که بابا به اینکه مثلا بیان به به اینون به نمیدونم آره خب خوب بود خوش بودن ولی من احساس کردم که اومدن مخمونو بزنم من اونم مقاومت تو خوب نیست من من مقاومت میکنم بریم فولاد شهر پرسپولیس رکورد مالکیت توپ این دو سه سال اخیر رو شکند ولی نتونست گل بزنه با هفته سه و نیم درصد مالکیت توپ درسته؟ یکی از علمانه های جالب این بازی همین بود و به نظرم از همینجا شروع کن ام این رکورد سه چهار فصل اخیر بود درست از موقعی که آمار رو داریم دیگه آره حتی آمار بیشتر داریم از لیگ 15 هم داریم آمار رو ولی تو سه تو سه فصل اخیر فکر می‌کنم بالاترین درصد یعنی چهار فصل تو... پیش کسی داشته مثلا داشتن آره حالا دل... من دقیقا خاطرم نیست که کدوم تیما بودن ولی داشتن این فکر کنم جلوی تیم‌های اکبر میساقیان میشد مثلا 80 درصد توپ داشت. نه تیم <تص> ده نفره میشد <متحد> آره تیمی که از دقیقه 50 خورده ده نفر است میشه دیگه جداش خیلی نباید واقعا حساب کرد اخراجه رو قبول داشتی تو بحثای داوری رو میدونم بگیرم خیلی آن. به ای نبود حرکت که یه هو مثلا تا میبینن یه داور تردید داره همه یه بازی کنن پرسوال سر داور ببین تردید یه نکت از دستش دست کرد تو جیبش اشتباه بزرگش, آره. بزرگش آره. بود که که دستش کرد توش و فهمید بد که این زرد داره آره آو... آورد پایین و ولی... ایسات ولی... آره و بعد دوباره اینا فشار آوردن فشار پرسپولیسی ها واکنش به این بود که دست ده... تو ده... تو جیبت آقا آره ده... ما دیدیم آره خاکی شد برگت خاکی شد و بعد بدی به نظرم یه جوری طبیعی اومد اون حجمه این اشتباه کرد اگر که میتونست نده و بگه من دستم کنم جوی هم یه چیزی رو جیبم در بیارم میخارید ولی من اینو رو جای دیگه خونده دادم که توصیه هایی که به داورا میشه که هرگز برای تهدید دست تو جیب نکنید اگه دست تو میبری جیبت باید با کارت بیاد بیرون این توصیه که به داورا آقا میکنه دارم داوری که تهدید میکنه رو آره میگن که اگه دستون بری سمت جیبت باید با کارت بیاد بیرون وگرنه که اون چی میگن اقتدار داوریت میره زیر سوال و اشتباهش اون لحظه اون بوده به نظر تو کارشناسی داوری ما آقای مسعود مرادی تایید کرد تقریبا تمام تصمیماشو تایید کرد اون صنهیم هم که اعتراض داشتن زبانیا به هنده علی نعمتی گفت که پنالتی نبوده تصمیمای این بازی رو تایید کرد ولی به نظرم اخراجی بود که حرف و حدیث داشت و دیگه ولی نتونست پرسپولیس ازش برابر دیگه ما صحبتش کرده بودیم اگه اخراج هم نمی‌شد بازی همین 0 0 هم سف مساوی تموم میشد دیگه یه ذره اون دفاعی مدل... تر شدن ام. هر از گاهی یه توپی میوردن به باقر پسند میرسوندن ولی دیگه, دیگه از اونجا چجوری بر... تو پاره به باقر پسند موق... خ... چجوری تو پاره می‌آوردن تو باکس با ملق واروه همین نادر, ما... اخرا... نادر, محمدی نادر, اخرا... نادر محمدی که نادر اخراج شد دیگه اصلا آره ازن... تو, تو پیش بازی صحبتش کردیم گفتیم که سوژه اصلی بازی احتمالاً اینه بابت وقتی که میتونه تلف کنه واسه اینکه از این سمت زمین بود اون سمت زمین رو بره اوت بندازه و اینکه به هر حال پرسپولیس تو بازی قبلی که حالا من اونجا بهش تو گفتم زباهن ولی پی در واقع با پیکان با پیکان تارتار نادر محمدی جدو پرسپولیس بازی, کرده بود حامد لک کلا خطا گرفتن از بازیکن قد بلند پیکان توی باکس اوتا اینو خونسا میکرد و اینجا خب با خطا گرفتن از خودش خونساش کردن دیگه یعنی بدبخت فقط چهار تا اوت برد کرد آره بیچاره خیلی هم خطا نکرد لحظه که اخراج شد داشت به داور میگم من فقط دو تا خطا کردم و اینا حالا خیلی گیر کردیم رو این قرمز پرسپولیس چیزی که یه ذره به چشم می این بود که هر وقت از اون وسط دو تا پاس ریز داد مثلا تونست مهدی عبدی رو تک به کنه یا مثلا به, به تیر بزنه رو شوت محمد عمری ولی هی تو پمی برد اون کنارا چهار پنج تا پاس یه سانت برای چیزی که معلوم نبود کی قرار سر بزن آقا وقتی فورواردت مهدی عبدی گونی که گلای خوبی هم با سر زده ولی از این فورواردای شبیه یا علی دایی یا همین آقای یعنی که اومده نیست که فوروارد 195 سانتی نیست که تو برای کین همه سانت میکنه حالا چون وینگرای خوبی داری باید سانت کنی و به مرحله بعدیش فکر نکردی نه اینجوری نیست ببین خب خیالم راحت شد اینجوریه نه خب اولا که عبدی درست میگی مهاجم پشت دفاع دویدنه مهاجم با اینکه قدش بلنده ولی مهاجم نیست که شما بخوای رو سرش بازی کنی با سرم گل زده ولی بیشتر بازی کنی که تو, تو عمق باید راش بندازی خب یعنی <applause> این اینجور بازی با، کنی و اوایل بازی به درستی گفتی که پرسپولیس تو عمق راش مینداختن خب و خیلی برنامه شدیم بود سروش 22 دو اون موقعیاتی که تو عمق راش سروش اصلا تاکید داشت که حتما پاس پشت باش دفاع واسش بفرسته خیلی پاساش حتی این تصمیم بهتر میتونست بگیره ولی مثلا اصرار داشت که پاس پشت دفاع واسه عبدی بفرسته ولی خب م... این اینکه اونجا زبان در ده... ده نشده بود هنوز و می اومد پرس و از جلو دروازه پرس بایس شروع میکرد. می کرد می که بیرانوند دقایقی توب زیر پاش بود شاید بیشتر از باقی بازیکن پرس بایس توب نگه هم می داشت منتظر می بود که اون بازی کنه که اون هم مثلا دفاع پرس بایس رو پرس کردن کمین کردن واسه شون یکیشون بیاد رو پاش... رو پاش, و مثلا در واقع با همون حرکت ساخته بازی انجام شد و یه جایی خیلی جالب بود اصلا بیراون میماد بالاتر از مدافع با به توپ بالاتر از خ... اون خط اول ساخته بازیشون از اونجا پاسه میداد خب ده نفرید دیگه وقتی خط اولتون اونجا داره بازی میکنن نفرت جلوتون دارن اونجا بازی میکنن نفرت عقبتون کجان نفرت عقبتون اگه بخوان تو دم دروازه خودشون باشن که اینقدر در واقع عمق داره دفاعات که خیلی راحت میشه از لابلاشون رد شد بین خطوط فضا درست میشه بازی کنی قاعدتا وقتی تیم میاد از اونجا پرست میکنه خط دفاعیش میاد بالا و فضای پشت وجود داره فضای پشت واسه باز... واسه اینکه شما باهاش بازی کنی وجود داره ولی وقتی تیم متراکم میشه وقتی تیم ده نفر میشه متراکم میشه تو کانال میانی اصلا اصل اول دفاع اینکه شما باید توپ از منطقه ای که میتونه گل توش زده شه دور, دور کنی خب تو تیم حریف رو هول بدی تو کانال کناری چون دروازه تو کانال میانیه خب این وقتی تیم ده نفره شده کامپکت شده جمع شده پشت توپ عمقی وجود نداره که شما بخوای باش بازی کنی برای در واقع وقتی شکل دفاعی اینقدر تقویت شده بازی... ما دیگه بازیکن پست ده خلاق تو فوتبال دنیا به معنا نداریم که بیشتر بازیکن خلاق سمت خط بازی میکنن خاطر اینکه تیم‌ها یاد گرفتن درست دفاع کنن با درست دفاع کردن هولد بدن سمت خط و دیگه مثلا پر خب پرس وایس هم همین بود یعنی خلاق ترین بازیکنش تو همه این سالها بازیکنهای چپ و راستش بودن معمولا بازیکنایی که سمت خط بازی میکنن خلاق ترین بازیکنش بود تو این سالا تو اتفاقی که افتاد طبیعی بود مسئله این بود که نفری وجود نداشت که این توپو به گل تبدیل کنه بازیکنی که بتونه در واقع از این ارسال بهره ببره استراتژی خیلی پیشرفته تر مدرن در, در مورد ارسال ها وجود داره که پرسپولیس از اون استفاده نمی کرد ارسال خلق موقعیت از کنارا قواعد پیشرفته تری داره کلا تو فوتبال دنیا شما مثلا این سانترایی که الان تو فوتبال ماست و دیگه به ندرت تو فوتبال مثلا روز دنیا میبینید اصلا سانترا یه شکل دیگه است مثلا حالا خیلی بحث خیلی زیاد فنی میشه از اون بحث تاپ سورس آره. اس مشکل استراتژی پرسپولیس بود تو استفاده از ارسالا وگرنه پرسپولیس هول داده شد به سمت اینکه ارسال کنه یعنی دفاع درسته زوباهن پرسپولیس رو هول داد به سمت که ارسال کنه پرسپولیس مثلا خب سعی کرد با شلوخ کردن توی باکس و اینا کار در بیاره و تو قبول نمی‌کنی که مشکل اینم بود که کی از این ارسال استفاده کرد چرا چرا گفتن کسی رو نداشتن کسی نداشتن حالا این اصلا کلا پرسپولیس دقیقا نقطه مقابل استقلال به نظر من جلوی زمین بیشتر بازیکن جلوی زمینش سازندن تا در مصرف کننده یعنی هر چقدر نفر جلوی استقلال بیشتر مصرف کنندن صحبتش کردیم که بازیکنی الان سه تا سه تا چهار تا بازیکنی که پارسال بالاترین پاس کلیدی رو تو در واقع لیگ داشتن خلق حالا جمع شدن همشون شو. جمع شدن پرسپولیس و این بازی هم بازیکنایی که میگی تقریبا تا به آمار پارسالشون کار کردن یعنی متی تورابی چهار تا پاس کلیدی داده سروش رفیعی دو تا صادقی هم دو تا جمعا اینا 8 تا پاس کلیدی دادن ولی اون جلو اون اتفاقی نمیفته سپاهان با کلا با پنج تا پاس کلیدی استفاده دو هیچ بود آره این به نظرم شاید یکی از تبعات 4231 شدن بوده 4 کرد به ب... یا که بتونه همزمان از هر ستایی استفاده کنه این ستا بازی کنه خلاش رو استفاده کنه ولی مشکلش این, این, که بالانس دهنده گیرنده تو تیمش به هم خورده و اگه زود برگرده سراغ بازی با دو مهاجم اصلا عجیب نیست اگه بر نگرده همین کارو بکنه و آقای یورگن لوکادیا بیاد جای مهدی عبدی چطور؟ یورگن اگه خیلی یعنی تنهایی کار چند نفر بکنه اون جلو آره کار چند نفر باید بکنه به هر حال به نظرم نیاز داره که پرسپولیس نیاز داره که تو موقعیت گیرنده بازیکن بیشتر داشته باشه آها آه چون خیلی ایه. فهمی که خب این کارا که اینجا داره انجام میشه پاسای کلیدی که داده میشه یه اون تو اون فقط تو بگو کنه یک دو نفر, نفر رو میخواد با یه قد بلندتری و مثلا با قدرت تمام کنندگی در حدی که مثلا تو جزیره بازی کرده و با اینها با اون کیفیتش به هر حال خب کمک میکنه با اون رزومش, رزومش. آره رزومه آره, آره چون کیفیت ولی چون نمیدونی واقعا ولی سه ماه هم هست که بازی نکرده حتی همه فوتبالیست سه ماه بازی نکردن ولی هر کدوم این سه ماه یه کاری میکنه اونش مهمه آره ولی خب نه مسئله بزرگتر اینه که به هر حال باید این بالانس اصلا هر واسه هر تیمی استقلال صحبتش کردیم پرسپولیس این بالانس باید ایجاد بشه تو تیم که نسبت بازیکن خلاق و بازیکن استفاده کننده درست باشه تو تیم این یورگن خب اگه دیگه خیلی ابر فوتبالیست باشه به نسبت لیگمون رزومه داره اینو میگه ولی حالا و قیمتش هم داره همینو میگه اگه باشه آره شاید امه. ولی من فکر میکنم راه درستش نهایتا همونه که شما اون نسبت رو درست رایت بکنید برگردن به 442 شاید برگرده به 442 که اونم اونم بالاخره یه،, یه،, خسرانه خسران دیگه تو یکی از این بازیکنایی که خریدی باید بذاری بیرون یکی از این سه اصلا دشتماعی. یه مشکلی که تو این بازی بود این بود که خب هم ترابی هم سعید صادقی تو خلق موقعیت خوب بودن ولی اون مسئله که صحبتش کرده بودیم که اینا دوتاشون دوباره وینگر چپن یعنی بازیکنانی که از چپ خلاقیت دارن از حتی سعید صادقی از چپ که میاره تو ضربه میزنه و اینا خیلی جا یا جا جاشون رو با هم عوض میکردن که یه خورده این خلاقیت کنه یه خورده اون خلاقیت کنه و خیلی جا هستن پیش میومد که دوتاشون یه بود تو سمت چپن یعنی خود به خود ذات بازیشون اینا رو میکشید به سمت چپ یعنی باز... بازی, کنه... ما به نظرم هم پوشانی دارن با هم دیگه درسته یه لیستی دارم از بازیکنه که خیلی سر صدا کردن تو نقل و انتقالات و دادم میخواد درباره هر کدوم ببینید توی هفته اول چطوری دیدی یه تک جمله بگی که از پرسپولیس استقلال خارج شیم بریم سراغ بقیه تیما که فکر کنم بهشون هم کمتر وقت برسه ولی هفته هایی بعد جبران میکنیم اولیش خود همین سعید صادقی بود که تقریبا گفتی دیگه آنکر فردیش قابل قبول بود ولی ب... من ب... به نظر بیشتر به چشم میومد که انگار هنوز تو حال احوای گلگوهره یه جایی جدو دفاع ب... زوبان توپ گرفت بعد خب شما میدونید بازیکن پرسپولیس بیشتر یا پاس فرار واسه مهدی عبدی میفرستن ولی این نه تنها پاس تو پای مهدی عبدی داد بلکه یه پاسی داد که مهدی عبدی ول کنه بیاد بالا یعنی همون کاری که فالس ناین گلگوار میکردن که مدافع با خودش بکشونه بیرون و بعد توپ ازش بگیره خودش بزنه پشت دفاع <applause> و عبدی وایستاد سر جاش یعنی <applause> متوجه نشد بعد توپ لو رفت عبدی هم بازی های گلگاه رو نمیدیده سجاد شعباز زده سجاد شعباز کاملا فاسنا بازی کرد ولی مدل بازی استقلال برای من خیلی عجیب بود که اصلا چرا با این آرایش باید نفرات جلوشون اینقدر عقب بازی کنن نفرات خطشون اینقدر بالا بازی کنن به نظرم تو بازی گم بود سجا شوازده آره و سومین نمره ضعیف تو استقلال گرفت بعد از اون وینگ بک که خودت گفتی محمد دانشگر که اولین گل فصل رو پیش بینی تو تو پیشبینی من یه پیشبینی پنهان وجود داشت که سپاهان گل میزنه دیگه و زد دیگه <تصفيق> <تصفيق> اولین گل فصل رو سپاهان نزد اولین هم نشد نه او پیکانی از. ازیاد کردن دیگه ولی درست همین زانوی مانوی رو زدی ها 20 درصد داره زدی سپاهان گل زد به استقلال یه جمله یه کلمه تو اون جمله درست بود نمیدونم کدوم کلم است ولی یک کلم ببین مثلا وضعیت روزمونه که مثلا تنها راهی که یه ذره احساس شادی بکنیم اینه که از ما بدبخترم هست الان فقط یه گزینه وجود داشت که من یه استقلالی رو بگم گل میزنه اون از این بدتر بود الان نسبت به اون خوب بود آره اینکه فکر کردی گل اول اون بازی رو سپاهان میزنه خودش خیلی خوبه دانشگر خب برخلاف پیش بینید یه تاچ توی یک سوم هجومیه سپاهان داشت کلا نرفت شد عقب مشغول کار دفاعی بازی درگیرانه و موفق تو کار دفاعی چرا این پیش میاد فکر کنی مثل هاشمی نسب میشه ممکن بزنه دیگه بعد میره روی بازی های بزرگ معمولا اسکایا در میارن تو بازی استقلال سپاهان پارسال هم گل زد این ور بود و با سر گل زد تو دربی هم گل زده گلای مهم میزنه معمولا وقتی ما میخوایم نمیزنه سروش رفیعی سروش سروش هم گم بود آره سروش هم بیشتر از خودش دیده میشد آره سروش هم گم بود بیشتر یارگیری میشد با فک دفاعی زباهن و میگم خیلی اصرار عجیبی داشت که پاس کلیدی بده تو این بازی ولی و یه یه مقدار تصمیماش با توپ به نظرم میتونست با کیفیت تر باشه علی بیرو ای خب خیلی توپ رو دروازش نمیومد که کیفیت دروازه رو ببینیم ولی اون ذهنیت ساخته ضد حمله باهاش بود حالا با پرتاب دست و اینا نبود نمیدونم هفته چندم قرارمون پرتاب دستش رو ببینیم ولی با, با, با پا چند تا زده حمله سعی کرد ترایی بکنه کامل نشد ولی نکته ویژهش بازی با پاش بود اینکه با خیلی مسلط و اعتماد به نفس داشت سعی میکرد ساخت بازی رو نقب زمین انجام بده یه اعتماد به نفسی هم به تیم میداد اون شوتی که زدن صاف تو دستش بود و گرفت من اون لحظه گفتم اگه حامد لک بود الان بازی کیت شده بود اون زوج محمد دانشگر آقای داسیل داسیلویرا خب اولین بار بود دیدیمش دیگه میدونی این بازیکنان رو ما میشناسیم و بر مبنای شناختمون گفتیم تو این بازی چطور بود این اولین بار بود میش تو این بازی خیلی خوب کار کرد خیلی مسلط با چیزی که من دیدم این بود که دید درستی به بازی داره حالا خیلی زوده و باید ازش بیشتر بازی ببینیم <تصفح> دارم خریدای پر سر صدای این فصل رو مرور میکنم با رضا اگه سر خط تو گم کردین رامین رزایان رو که گفتی یه آقای ریکاردو آلوز بود که توی او. ترکتور بازی کرد و پاس گل هم داد خب به نظرم واقعا بازیکن سطح بالای ضربه پای عالی یه ایسکای خیلی خیلی, خیلی خوب زد. اصلا مدلی که تو تو پاش در واقع شوتاش و ارسالش تو ضربات ایستگاهی میره شکل مدرنی داره یعنی شکل زربیسکی زدن تو فوتبال ما نیست <applause> ترکتور بعد بود بازی اولش با گلگوهر افتاد باز باز. آره خیلی بازی سختی بود آره بازی سختی بود ولی خوب بازی کردم به نظرم 6 تا شوت زد دو تا پاس داشت یعنی در مجموع رو 8 تا شوت نقش کرد و فقط 5 تا تیم این هفته بیشتر از 8 تا شوت زدن <applause> خب یعنی به تنهایی ریکاردو اینقدر اثر حجومی داشت سپاهانی که اینقدر این تحصیلش میکنیم به تیم هفته بود هفته شوت زد و ریکاردو رو هم تا شوت زد دوتا <applause> شوت هم ساخت و بازیکنی که روز ضربات اسکایی تراکتور رو واقعا به تیم خطرناک تبدیل میکنه تو همین بازی هم گلشون رو ضربات اسکایی زدن بازیکنه بلند قدی هم دارن سه دفعه بازی میکنن تا مدافع بلند قد محمد عباس زاده رضا اسدی اگه بیاد تو ترکیبشون واقعا نفرات بلند دارن و با این کیفیت زرباطی که ریکاردو داره تیم خطرناکی میشن رو زرباطی تیم خوبی میشن به نظر من از همینجا بریم رو بازی گلگاهر چون اسمای منم تموم شد تقریبا از بعضیش هم میتونم بگذرم چون بحثمون به درازا کشیده پرسپولیس استقلال خیلی وقت گذاشتیم طبیعی هم کنم مخاطب توقع داشت هوادارهای دو تیم که ببینن شکل جدید تیمشون چه جوری بوده امیدوار کننده بوده یا نه از همینجا بریم رو گلگاهر تراکتور به نظرم همون که ایوا با گفت بعد شانسی تراکتور بود گلگاهر از یه لحاظ حتی از اون سه تیم بالام برای هفته اول بعد چون تیمی بود که ثبات داشت تقریبا بهش شده بود یعنی همه تیم ما اومدن که تازه یه تیم جدید بسازن و زمین همه با. و گلگار اوکی شما دیگه شما اصلا هماهنگی رو تو بازی گلگوهر میدیدید ریتم پاسکاریا درست بود هر چند مخصوصا تو 20 -25 دقیقه پایانی واقعا مخور اون قدرت تراکتور شدن یه تراکتور بازی رو کامل گرفت دستش و در مجموع در مجموع 90 دقیقه واقعا نمیشه گفت که مثلا لیاقت برد و گلگهر داشت شاید بازی باید مساوی میشد این تراکتور حقش یک امتیاز بود از این بازی ولی همون محدود توپایی که اول بازی بردن جلو نشون دادن که واقعا موقعیت ساختن رو بلدن بلدن چطوری خودشون رو تو موقعیت قرار بدن دو تا گل واقعا با کلاس دو تا گل ترتمیز بعد نکته تنامیز هم این که بازیکنی که گذاشته بودن وینگر چپ جای سعید صادقی ستار فصل پیششون بازی کنه تو این بازی یه گل یه اسیست رضا شکاری رضا شکاری فیکس بازی نمی‌کرد چرا فروارد فروارد نیمه, ا... نیمه, اول لیگ فوروارد در واقع هم بود مهاجم کاذب بازی میکرد ولی الان بردنش گذاشتنش وینگر چ و تو همون اولین بازی تو جای خالی صادقی یه گل یه پاس گل خیلی بازی درخشانی داشت یونس چاکری ولی نبود بازیکن درخشان هفته ابتدایی پارسال خوب شده دیگه قرار بازی کنه برای شما چی به خیلی مهاجم واسه اونجا جلو زمین دارن اولا سندی کیروش خب به حال خیلی میدونیم قلنیش اعتقاد داره بعد اون اریک هست اریک باگنامو بازیکنی که پارسال منجر به در واقع باعث شد آقای هفتم تیازی 20 امتیاز سی امتیاز خودش بعد یونس شاکری هست همین که گفتیم مثلا بازیکنایی هم دارن که میتونن تو نقش فاسنای نگه بخوان دوباره بازی کنن براشون <applause> مهاجم مهاجم نوک خوب داره گلگوار ولی خب نکتهش همینه که بیشتر تیمش دست نخورده و همون تیم فصل گذشته است پیش بینی هم کردیم که تو شروع فصل شاید یه مقدار روانتر از بقیه باشه بود روون بود تیمش آره خیلی اصلا بازی خوبی بود میتونست خیلی پرگلتر باشه هر دوتا گلر درخشان بودن در این دوتا دروازه با آن فروزان و اخباری فصل گذشته توی ستا گلر برتر فصل بودن به اضافه حسین حسینی و این بازی هم کار رو در تو این پیشبینی هایی که اپلیکیشن 360 گذاشته تنها بازی که من درست تنها بازی که بازی فاجه بود. نبودم همین یه بازی بود من اینو درست بینی کرده بودم بقیه بازی ها از تا بازی در واقع اگه کاملا غلط بزنی دو امتیاز میگیری دیگه من هفت دو امتیاز گرفتم دو امتیاز گرفتم من امتیاز وضعیتت از من بهتره چون من روز اول اصلا جا موندم پیش بین نکردم روز دوم دو امتیاز رو جمع کردم آره تبلیغ هم بکنیم برایش که این یکی از این در واقع بخشای جذاب اپلیکیشن فوتبال 360 که جایزه هم داره هفته ای فکر کنم 4 میلیون برای در واقع لیگ داخلی چهار میلیون برای لیگ خارجی و در نهایت آخر فصل هم هر کدومش یه ماشین دویست برای نفر اول من تو خارجی خیلی خوب بودم البته تو خارجی الان نفر سی سد و هم خیلی خوبه تو خارج. آره تو داخل یه نفر رو دیدم روز اول از پنجاه امتیاز ممکنه پنجتا تا بازی 47 تا رو گرفته بود یعنی چهار تا نتیجه کاملا درست به اضافه یه حرف امتیازی و خیلی عجیب بود بعد بعد از هشت تا بازی صد نشین 60 61 امتیاز مسین که داشت آره شرکت کنید منم منم از هفته دیگه پیش درستام و دیگه قبل گذاشتم از هفته <applause> دوم من تو فصل بدن سازی بودم یه خود هفته دوم سوم را میافتم دیگه آقا گلر فولاد رو گرفتیم بهترین بازیکن زمین شد بهترین گلر فصل شد یه سفر از فولاد ما در آوردیم آره فولاد هم هفته دو سه بود ولی خداش حالا من کاری ندارم من الان از سمت ملوان چیز نفت آبادان یا فولاد نگاه نمی کنم آره. این مدل که همش میخوابی رو زمین خیلی بابا با رو اصابه خیلی بد بود آقا <applause> یه در اولین تجربه فولاد بودم اینجوری بود دیگه آره خب فولاد رکورد مالکیت توپ رو نزد چون یه دهم درصد فولاد پرسپولیس ازش بیشتر مالکیت توپ داشت تو همین هفته ولی رکورد تعداد پاس رو زد 740 تا پاس تو سه فصل اخیر رکورد عجیب نیست از تیم چرا ولی ماجرا همینه ماجرا یعنی صحبتش رو کرده بودیم تو جلسات قبلی دیگه 740 تا پاس امید گل 58 صدام تو توپ قرار به خلق موقعیت ختم دیگه یعنی اگر شما مال... خیلی مالک توپ باشی ولی موقعیت خلق نکنی به نظرم اونقدری توش اه... چیز آره، اونقدری نیست. توش کردیت نیست اه... و چیزی که مشهود بود این بود که فولاد نیاز به ریتم بازی تندتر داره یعنی همونطور که تو زمانی که در واقع از استایل بازی مالکانه استفاده نمیکنه و بازی پر ریتمی داره بازی تندی داره موقعی که مستقیم تر بازی میکنه موقعی که حتی پرس میکنه کانتر پرس میکنه دفاع میکنه ضد حمله میزنه مثلا ریتم تندتری داره این شکل جدید بازی که حالا نکونام توش کم تجربه تره داره به نظر میاد پاشو تو این مسیر میذاره ای تو این شکل جدید بازی هم نیاز داره که ریتم تو بازیش بیاد ریتم تندتر ریتم کند به همه تیم اجازه میده که شکل بگیرن پشت توپ و جلو خلق موقعیت تو بگیرن و تو با وجود مالکیت توپ نهایتا امید گل پایینی خواهی داشت و نهایتا گلی هم نمیزنی امتیاز از دست میدی دقیقا اشکان دجاگه و های قفوری خریدای جذاب با هم توی 20 دقیقه آخر بازی داد اینم نکته بود و اینکه امید گل پایینم که اصلا عادت ها همه تیما بود تو هفته اول 13 تا تیم امید گلشون زیر یک بود مجموع کل امید گل 10 بود 10 و خورده. یه اشار خورده ای. فقط سه تیم بازی مثل رفسنجان و نساجی هر دو طرف امید گل یک و یک و خورده ای رو داشتن به اضافه نفت مسجد سلیمان همون مثل رفسنجان و نساجی رو بگیم آره نکته مهمش به نظر هم مسئله داوری بود دیگه چون بازی مثل دست, دست بالا رو داشت واقعا و گل سالمی هم زد آره که به با... اشتباه مردود شد با تنیم امید گل رو داشت و اینکه حالا مهاجم جدیدی که خریدن شیمبا خیلی خوب تونست سماسش موقعیت سازی کنن شیش بار تو موقعیت قرار گرفته شیش تا شد زد نهایتا یه به گل تبدیل شد و حالا این به نظرم شاید مهمترین نکته بازی بود کلن از اون ور بازی نفت مسجد سلیمان تیم دیگه‌ای که امید گل بالایی داشت خیلی امید نزدیک بود به رفتن جان ناره خب صحبتش کرده بودیم چیزی که گفته آره پیش آره گفته آره خود آره توب آره آره, و آره،, آره،, آره. اصلا وقتی ما میدیدیم یادت میفتدیم آره به این 599 تا پاس 21 شوت امید گل 1 و 54 و 3 تا گل دیگه شروع خوبی بود خود من رو سربادن ف... ف... احتمالی پیش بینی کردیم بازم میگم باز یه نقطه خیلی دیتای کمیه باید ببینیم تو هفته آینده پیش بینی اینه که نفت مسیح سلیمان مهاجری تیمیه که میتونه فوتبال یا جذابتر فوتبال با ریتم خوب با گردش توپ خوب تولید بکنه به این معنی نیست که لوزان مثلا خب من ما فوتبال تارتار رو دیدیم تو همین هفته حالا قبل از زن نفر شدن فوتبال رزو مهاجری رو دیدیم به, احت... به حالت محتمل تر اینه که تارتار نهایتا بالاتر تمام میکنه فصل و نساد مهاجری ولی اون بحث فوتبال هجومی و فوتبالی که در واقع حالا فوتبال هجومی فوتبالی که مثلا یه مقدار تماشاگر پسندتر باشه حدس اینه که تو این تیم اگه این تیم اون اوایل فصل بتونه نتایج خوبش رو بگیره تو این تیم شاید جا بیفته تو های پایین جدول درسته دو تا بازی دیگه موندن که خب به نظرم در حد یه جمله میشه بهشون اشاره کرد بازی پیکان و ملوان دو تا تیم توی یه فوتبال بازی کردن ملوان گردش تو په... بهتریم حتی داشت ولی خب پیکان اون رندی و اون لیگ برتری بودنه رو در واقع گذاشت وسط از در امتیاز این بازی که دست دادم به خاطر حرفا تو بود من فکر کردم مثلا خیلی کیفیتش سف، سف بهتره سف سفت زده بودی من که فکرن... نه گفتم سفت سفت دیگه گفته بودی سفت من پیش سف میگم سفت سفت من گفتم سف 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 از بازی میاد من اون ja, حساب خ... خو... کردم گفتم دانشگر اون بعد نه کلا من فکر کردم ملوان تیم بهتریه تیمی که پارسال مثلا تو دیگه آه... بازی آره خب پیکانم پی تیم خیلی دندونگیری نبود تجربه لیگ برتری بسیار مهمه من تو اولین شما هم همین هواداری که با تجربه کم لیگ برتری اومد پارسال از یه جای بعد فصل خوب شد از یه جای فصل به بعد <تصفح> خوب شد <تصفح> <تصفح> ا... اونم دو تا بازی اولش اول خیلی ضعیف اتفاقا هم همین پیکانم هم باخت دو تا بازی اولش اول به پیکان باخت آره همون اول اول آره ملوان که به هر حال تجربه کم نفراتشون تو بازی تو لیگ برتر اون هوشمندی اون زرنگی تو لیگ برتر رو نداشت نقطه مقابلش پیکان دقیقا از اون تیم که اون زرنگی لیگ برتری رو داره کلا تیمای مشتبه این حسینی اینو دارن و بس... بازی دیگه هم که خب بود با... ساکت الهامی آره دیگه بازی ساکت و دوباره رو رحمتی رو بود آره و جاله سی میتی رحمتی آره خب رحمتی و کلا بازی هم هشت شوت داشت و خیلی عجیب آلومینیوم دو تا <تص> شوت به آبادان و دو هم یه بازی کن زد یعنی قاید رحمتی ها دفاعی دفاعی آلمینیوم بود که دوبار فقط تو موقعیت قرار گفت ده تا بازی کن دیگه آلمینیوم هیچ عملاً خب بازی خب نماد اون بازی های در واقع کم موقعیت لیگ بود تو همین هفته اول که گفتی من گذاشت بودم اینجا بگم که نهایتا 14 تا گل زده شد ولی امیدوار کننده نبود چون امید گل از چارده حتی کمتر بود یعنی در واقع ما باید کمتر از این گل میدیدیم و همین قد دیدیم آره از اون همه آلمینیوم و از اون بدتر آبادان ما که ضربه در چارچوب نداشت تنها تیم هفته که در چارچوب نداشت نفت آبادان بود که اون آقای کریستوفر در وزبان پارسال سپاهان رو اصلا به درد سر ننداخت الان که داشت میگفته قاعد رحمتی من یاد یه اسم دیگه گفتم که کنارش بازی میکرد محمد علی نژاد و به نظرم خیلی خرید خوبی شد برای سپاهان از اونایی که کسی چشش نمیدید هر سه تا تیم یه هجوم ببرن سراغش و اینا خیلی بی سر و صدا به نظرم یه خرید خوبی کردن و زدن و تو بازی اول که خیلی خوب و میگم وقتی داره مثلا توی یه بازی بزرگ که نیاز وینگرش مشارکت دفاعی بیشتری داشته باشه ترجیح میده مثلا به بازیکنهای خلاق یعنی به کارشون میاد و خیلی خوب بود پاس هم که به یاسین سلمانی داد خیلی شبیه پاس گلی بود که مهدی عبدی به کمال کامیابی نیا نداد و هفته اول تموم شد استقلال در دو... ها دو بار تا حالا لیگو با باخت شروع کردن در ورزشگاه آزادی که هرگز نباختن بازی هفته اولشون رو ولی آقای استراماچونی توی تبریز با ماشین سازی کیچ آقای منصوریان توی آبادان با پنالتی کرار به نفت و در اون دو فصل استقلالیا دوم و سوم شدن گفتم که بدونید پرسپولیس هم آخرین باری که با 0 سف شروع کرد همین پیار سال بود که با 0 سفر با سایپا شروع کرد و در نهایت قهرمان شد بریم بیاییم ببینیم چرا پخش مسابقات این شکلی بود واسه نظر مردم کلان احترام قائل باشیم بعد شما خودتون در شهادت وزارت رئیسی را بودید که تو, تو مشکل داشتین الان چند ماه این رسوایی مربوط به قرارداد مهدی طارمی به وجود اومد یک کلمه نگفت آقا چیکار کردید بریم بخش زیربط و موضوعاتی که داریم یکی بی تماشاگر شدن بازیاس که فکر کنم فقط بازم میشه دربارش تاسف خورد و یکی دیگه هم که خیلی مهمه قضیه تلویزیون حق پخش و ماجراهایی که بین به خصوص دو تا باشگاه بزرگ و تلویزیون اتفاق افتاد یکی از همبازی های زیدان فکر کنم تو ملی فرانسه گفته بود که تاکتیک ما خیلی ساده است زیدان رو باید تو زمین پیدا کنیم توپو برسونیم بهش تاکتیک من موقع زیر همینه ای پیدا کنم توپو برسونم بهش ببینم که قراره چیکار در مورد بدون تماشاچی برگزار شدن هفته اول اولا همون چیزی که خودت میگی واقعا فقط باید تاسف بخوریم ولی واقعیتش اینه که من فکر میکنم انگار برای من یه جوری فکر میکنم اصلا انگار لیگ برگزار نشده یعنی لیگی که تماشاچی نداره انگار یه بازی در اون تیمی برگزار شده حالا ولی دوربین هم گذاشتن اونجا مثلا ما داریم میبینیم بازیو هیچ هیجانی هیچ مثلا لذت حضور تماشاچی اصلا اینا رو کاملا از دست میده و چیزی که برای من خیلی جای تاسف داره اینه که واکنش ها یعنی بعدش من انتظار داشتم که آقا اینا مثلا آتیش بزنن سازمان لیگ و فدراسیون و جایی که تصمیم میگیرن و باشگاه ها حداقل باشگاهایی که هوادار دارن ولی هیچ واکنشی من رفتم نگاه کردم دیگه تقریبا هیچ کدوم مربیات تو کنفرانس خبریشون چه اشاره ای نکرده بودن که جای تماشاگرشون خالیه و مثلا انتظار داشتم به استقلال بیاد یه واکنش نشون سریع به داور واکنش نشون دادن ها که یه داور یه اشتباه کرده شکایت و اینا ولی در مورد تماشاچی هیچ واکنشی نشون ندادن وقتی اینو میبینم و یعنی واقعا دیگه اون بحث حق پخش و اینا اونقدر برام اون به نظرم چیز نیست به نظرم اونجا هم همینقدر جدیان یعنی اونجا هم هر چند وقت یه بار یه داستانی پیش میاد یه موجی میاد اینا میان فکر میکنم یه موجی را میندازن و بعدش خیلی جدی گرفته نمیشه و تموم میشه و نه اونجا هم راحت میتونن اگه واقعا براشون مهم باشه میتونن پاش وایسن همین هفته اول اوکی زورتون به صدا و نمیرسه در مورد پخش مستقیم این تجربه نشون داده که زورشون نمیرسه دیگه یعنی نمیتونن دوربینا دور رو دوربینا رو را ندن پخش مستقیم چون میگن بحث امنیتیه میگن این چیزی که در اختیار فدراسیون فوتبال یا باشگاه نیستش ولی میتونید که همین تصمیمی که گرفتید و عملی کنید برنامه تولیدی رو را ندید. پخش اینترنتی شو مثلا تلوبیون و, تلویبی و جای دیگه ای که داره پخش میکنه جلوش رو بگیرید آقا بالاخره این که, این که دیگه حق شما هستش برای همین به نظرم من خیلی هم خوشبین نیستم به این چیزی که راه انداختن اول فکر کنم استقلال استارت زد بعد پرسپولیس دوباره پرسپولیس جا زد آره پرسپولیس همراهی کرد بعد کشید آقا الانم که هم که گفتن یه کارگروهی شروع تشکیل شده که چند تا از این مدیرای باشگاه بودن توش که اینا بیان حق پخش رو در موردش تصمیم گیرم من فکر کنم حتی این خیلی من بدبینم به این میگم که این حتی کار انتخاباتیه یعنی از اون حکماست که فدراسیون فوتبال داده به چند نفر که بعدا تو انتخابات بتونه ازش استفاده کنه خیلی... خیلی؟ کارگروه هم از اون کلمات خیلی زیرفت آره، یه کمیته علت ا... شکست هم شکستم داشتیم قدیما <تصفح> هر تیمی می اومد کمیته علت شکست داشتیم و یه کارگروه که از همون از هیچ شاخت نمیچی از توش در نیومده ببخشید من حرف میفتم در مورد حق پخش فقط اینم بگم مشکل از جایی شروع شده که الان الان دعوایی که سرش هست سر همین ماجرایی که آقا اینا یه توافقی با صدا و سیما کردن و اینا معتقدن که صدا و سیما پول نداده و صداسیما میگه نه من پولی که باید میدادم دادم و شما پول نیاوردید مشکل اصلا قبل از اینه اصلا کی رفته با صداسیما توافق کرده اون آدمی که از طرف فوتبال رفته کیه اه. وزارت ورزش بعد وزارت ورزش اصلا موضوع رو به اسم فوتبال نبرده گفته حق پخش ورزش یعنی قرار اون پولی که داره میاد یه بخشش بره برای مثلا اسکواش, اسکواش و ورزش سگانه و برای اینام سپکتاکرا اینا اینام بره یعنی توضیح بشه بین اینا این نگاه ده دقیقاً دقیقا اصلا ماجرای فوتبال چه ربطی داره به وزارت ورزش چه ربطی داره شما که این همه دارید اینور میگید آقا اصلا وزارت ورزش دخالت نمیکنه تو فوتبال نمیدونم اصلا فوتبال باشگاه مستقل نمیدونم اینجا اصلا اینا هیچ جای بازی نبودن وزارت ورزش رفته یه توافقی کرده با اینا که آقا یه پولی اینجوری بوده با گفتن آقا یه درآمدیه کلا فوتبال یه درآمدی داره از آگهی که صدا و میگیره آگهی های دور زمین گفته خب اینو ورداریم همه اون بیاریم بریزیم توی صندوقی و بعد تقسیم کنیم صدا و سیما از اون آگهی که خودش میاره سی درصدشو بیاره فوتبال نمیدونم یه درصد بالاتری مال دور زمین بعد بیان اون وقت تقسیم کنن دوباره اونجا فکر کنم 70 به 30 به نفع صدا و سیما. سی درصد بیاد برای ورزش چون میگن عدد صدا و سیما عدد گنده تریه دیگه پولی که از ولی با مزه است پولی که الان صدا و سیما آورده یه عددی من از قول آقای درودگر شنیدم ظاهرا به ورزش گفته که عددی که صدا و سیما تا الان ریخته 7 میلیارد و نیمه 7 میلیارد تومن ریخته دوتا تا مجری تلویزیون خیلی این چند روز خیلی هم در موردشون صحبت شد که خیلی داشتن تلاش میکردن که بگن آقا صدا ما کاری که باید میکرده کرده و از اون سمت وایساده بودن بعدا اعلام شد که آقا 7 میلیارد تومان کلا پول آورده صدا و سیما حساب ریخته در حالی که طبق برآوردی که از خود صدا و سیما گرفتن حق, حق, تبلیغ در برنامه در موقع پخش زنده فوتبال دقیقه 8 میلیارده <صف à Self> <مزن> <تصفح> <تصفح> یعنی پول یک دقیقه هم نریختن یک دقیقه هم نریختن دقیقه 8 میلیارد تومانه ولی 7 میلیارد و نیم آوردن تو اون صندوق ریختن و الان صدا ما البته بگم که تو این معادلاتی که چیز جای طلبکار نشسته دیدید دیگه طلبکار دیگه که ما داریم وظایف اون رو انجام دادیم با اون فرمول نمیدونم احمقانه واقعا باید بگیم احمقانه اون چه فرمولیه یعنی چی شما پولای دور زمین رو بیار من پولای اینو میارم آقا پول مال فوتباله تموم شد رفت رایت این محصول مال فدراسیون فوتبال و باشگاه هاست فوتبال این محصول مال ایناست جای دیگه بود میتونستن به تو ندنسن اگه تلویزیون خصوصی بود میدادن به تلویزیون خصوصی حالا بدبختن فقط به تو میتونن بفروشن حداقل بیا پول اینو بده بهشون دیگه یعنی چی شما بخش شما پولاتونو بیاری به داستان پینوکیو تو فقط منم یاد کارتون افتادم ولی بیشتر یاد رابین هود افتادم اون که داروغ ناتین کام داره میره یه سکر یه میزنه تو 70 درصد میاد بالا آفرین آره دیگه... نزدیکتر بود <applause> آره واقعا اون پولی که اونور در میاد که قابل قیاس نیست اصلا با پول این بر تمام تبلیغات تلویزیونی و درامدی که اینا از پخش کی, کی تصمیم میگیره من اینا رو نمیدونم مثلا کی کی میتونه تشخیص بده که آیا صدا ما این عددی که می داره میگه عدد درستیه مثلا گفتن ما سال 99 5 میلیارد چجوری ما بتونیم بفهمیم که واقعا خب شما یه تعرفه منتشر کردید به همه جا دادی که طبق اون دقیقه 8 میلیارده و چجوری به 5 میلیارد رسیده کی میتونه حالا راستی آزمایی کنه اینا میگن نه بله. بل می ما ولی اگه بگی میگن داریم ما میگن سازمان بازرسی هست نمیدونم کلی جای مختلف دیدی که همیشه تو این برنامه قوره هست میگن نماینده سازمان بازرسی یا اومده فلانه میگن همیشه حواسشون به همه این داستان ها هست ولی این دیگه الان یه ماجرایی که من فکر میکنم که من خوشبین نیستم به چون قبلا هم چند بار زورآزمایی اینجوری فوتبال داشته با صدا و سیما یه بار حتی به یه جایی رسید که دوربینارم رو را ندادن دو هفته اگه یادتون باشه دو هفته دوربینا رو راه ندادن ولی حتی بعدا فهمیدیم که آقا اونم کلا سرمون گذاشتن اونجا ماجرا این بوده که با یه شرکتی که تبلیغات دور زمین رو بهش داده بودن یه پول زیادی قرار داد بسته بودن بعدا اون شرکت نتونسته بود اون پول رو بده اینا رفته بودن گفته بودن آقا ما یه کاری میکنیم که مثلا دو هفته دوربینا رو را نمیدیم بعد تو بیا همین بهونه کن بگو به شما دوربینا را ندادید من از پولی که قرار بوده به فدراسیون بدم کم کنم این وسط دو نفر آدم که نماینده سازمان لیگ بودن رفتن تبانی کردن با اون شرکت به عنوان حکم اومده بودن رای داده بودن به نفع شرکته که مثلا الان متوجه شده چی بوده چه فاجعه‌ای بوده آره که حتی اونجام که ما فکر که باری کلا فوتبال پای چیز وایساده حق پخش وایساده و دوربینا صدا و رو راه هم دقیقاً برعکسش همونجا داستان کلاورداری بوده <applause> داروغه همینطوری جلوه همینطوری که دارم گوش میدن قیابه داروغه ناتینگ دار آم بود نه؟ اسمش همین داروغه ناتینگ آم بود ناتینگ آم فرستان امسان اومده نگه به اون فکر میکردم و چه وضعیت من میگم کاش که حداقل تلویزیونم مواضعش رو با بیانیه با چیزی اعلام میکرد این که ما نشستیم فوتبال ببینیم بعد مخاطب فوتبال که باید کجا کله ببینه تو یه جوری میچینی که اون کنار زمین دیدن یه فاجعه من هم بیاد اون چیزی که تو بعد تو بیانیت بگی چقدر بده بگی. بده تو گزارشگرت که من به عنوان بیننده باید یه حس بیطرفی همیشه نسبت بهش داشته باشم و فکر کنم این سمت فوتباله تو اینو مجبور میکنی بیاد روبروی فوتبال وایسه چقدر بده یعنی اعتماد بیننده اصلا برات مهم نیستش از فردا همش تو داری فکر میکنی آقا این مثل توتی یه چیزی بهش گفتن که بیاد اینا رو تکرار کنه فقط به خاطر سازمانش و این خیلی واقعا بده کاش این کارو نکنن و یه نکته دیگه این تصویره که نصفه بودش و یه جوری گرفته بودن که اون تبلیغ دیده نشه که ظاهرا اونجا توی جمله بود که آقا حق پخشو بدید و اینا برای اینکه اون نیفته خب تصویر یه جوری گرفته بودن که فقط ما زمین رو میدیدیم یه کادر عجیب غریب بود زوزنقه بود این نکتهش اینه یعنی سالهاست آقا حق پخش نمیدی اوکی دیگه حالا تو گردنت کلفت پخشو نمیدی حداقل بزار ما تصویر برداری خودمون بکنیم <applause> یعنی اگر فدراسیون فوتبال امروز تصمیم بگیره بره یه شرکتی مثلا استاندارد پیدا کنه یه قرارداد ببنده که این بیاد تصویر رو بگیره حق نداره این اجازه رو نداره همه تصاویری که ضبط میشه صدا باید ضبط کنه یعنی الان یک مشکلاتی که ما با صدا داریم کیفیت که اون دفعه صحبت کردیم دیگه کیفیت چقدر پایینه فقط و فقط مسئولش صداوسیماست. دیدی که مجریا صدا و یه وقتایی میان یه جوری گلگی میکنن انگار مسئولش کسی دیگه آقا صدا و مسئولش صدا و اجازه نمیده فدراسیون فوتبال در یک دوره با بین اسپورت ظاهرا یه صحبتی کرده بود که اونا بیان اونا زبط کنن با اون استاندارد بالای بین سپورت که خب اغلبشون آدمایی که متخصصن و تورنمنت های بزرگ و فیلم برداری کردن اجازه ندادن و الان فیلمبردار و کارگردان مثلا در آبادان شما همون آدمی که مثلا زور میره نماز جمعه رو میگیره و بعد از زور میاد فوتبال رو زبط میکنه خب وقتی در واقع پول نمیدن بابرته همین اتفاق هم میفته دیگه دیگه اصلا ارزش واسش قائل نیستن ما یه مثالی بزنم ما یه کلاس در واقع مثلا آموزشی طور با پجوشگاه تو پجوشگاه علوم ورزشی دانشگاه تهران با تو با متریکا داشتیم بعد اونا مثلا رو حساب تجربه شون ما گفته بودن که حتما یه پولی بگیرید خب ما گفتیم نه خیلی مخالفیم با اینکه واسه کلاس ها باید پول گرفته شدین. اینا یه حالا عقیده یه دیگه مجانی برگزار کنیم اتفاقی که افتاد چی بود مثلا 80 نفر ثبت نام کرده بودن مثلا واسه اینکه حضوری بیان مثلا از تو 80 نفر چون مجانی بودیش پولی نداده بودن مثلا نصفشون نیومدن ثبت نام دیگه حالا میکنیم خب آه. وقتی یه چیزی مجانی باشه رو از دست میده میدونی توکی این ور ماجرا باید واسش قیمت بذاریم اینا وقتی واسه فوتبال پول نمیدن واقعا دیگه واسهشون شون اهمیت نداره زننده ترین اتفاق اینه که فوتبال شروع میشه میرن تبلیغات میان یعنی به نظرم استراتژی تبلیغاتشون اینکه فوتبال دارن میدوزدن فوتبال رو قطع میکنن تبلیغات پخش میکنن استراتژی فقط اینه که در واقع بدنامی از گمنامی بهتر است و این همه راه درست واسه تبلیغ کردن معمولا اون کسی هم که نمیدونم چه میان پول میدن اون شرکت ها. کسی که 15 ثانیه 20 ثانیه اول یه بازی مهمو از من میدوزه من بهش فوش میدم دقیقا میاد واقعا همه همین کارو میکنن آره آره اون واقعا زد تا اون پول میده که در واقع بهش فوش بدن بعد نفرات خیلی ضعیف همونطور که گفتید یعنی اصلا واسه شون که اینکه تصویر خوبی از لیگ بدن مسئله نیست ما یه بار صحبتش کردیم گفتیم اون زمان تصویری نبودیم الان دارم تو تصویری میتونم ببینم که گفتیم فوتبال اون مثلا اگه اینجا باشه بازی کنم اون اینجا مربی اون اینجا اینجاست پخش تلویزیونی رسانه اون اینجا واقعا خیلی ضعیف یعنی همین چیزی که هست و شما تو استادیوم میری چیز بهتری ازش میبینی این همه شوخی ساختن که تصویر دنم جیمز وب رو مقایسه کردن با تصویر تلویزیون یا مثلا طرف رفته با موبایلش با موبایل واقعا با موبایلش امکانات فردی شخصی امکاناتی یک نفره طرف این برداری کرده یا عکس گرفته از بازی از تصویر تلویزیون با کیفیت تره بعد نفرات ضعیف میذارن مثلا شما به ندرت میبینی که مثلا پخش در واقع وقتی پخش میشه تو فوتبال اروپا بعدش مثلا یه سع... شروع بازی رو از دست بدن نهایتا یه پاس آره بازی هم... فوتبال باز. از همه چی مهمتره خب طرفی که کسی که اومده داره بازی نگاه میکنه اون ریتم فوتبال میخواد اون فوتبال رو میخواد ببینه سنایسته باید تو بره بیرون پخش بعد تازه میره بیرون جوری هم پخش میکنن سرعت عمل دارن که مثلا بعدا قبل از اینکه در بازی شروع شه تو در واقع تمام شده تازه اونجا خیلی سریع بازی رو شروع میکنن اینجا ای نیست که مثلا ارسان مرادیان خیلی <تصفح> آره. دو... زیادی داریم آره. خب ولی باز میبینی که توپ میره بیرون دروازهبان با میخوابه 15 ثانیه بعد 30 ثانیه بعد 45 ثانیه بعد ضعیف آره بعد اصلا یک کار عجیب غریبی میکنن مثلا دیدن مثلا تو بازی مثلا فلان تیم و فلان تیم تو یورو یا کارگردانی شروع میکنه مثلا مثلا یا مثلا بازی لیورپول تو خونش داره هضم میشه خب استرس تو صورت تماشاگر است کارگردان اینجا میفهمه که آقا درام بازی رو صورت بسته فلان تماشاگر داره توضیح میده هرچند اون در واقع دوست عزیزی که مسئول سانسور بین در واقع نظر مخالف داره, داره، و اونو میکنه اون میکنه ترجمه میده مثلا موقعی که بازی نتیجش یه چیز دیگه بوده رو ببینیم ولی اون میگه که آقا این صورته داره بازی رو روایت میکنه داره میگه دقیقا داره به لحاظ فنی تو بازی چی میگذره این صورته داره این روایت میکنه این صورت پر استرس داره این روایت میکنه خب اوکی اون وقت مثلا میریم کارگردان مثلا اهواز مثلا اون الان که خدا شکر دیگه تماشچی هم نریم اون زمان که تماشچی بود یه خوب مثلا یه نما میداد وسط بازی تو جریانه میرم موقعیت هم می سازن. یه نمای, نمای میده نمای باز که مثلا هزار و تا احوازی دشستن صورتشون هم معلوم نیست که بفهمیم چه حسی رو دارن در واقع از بازی به ما منتقل میکنن یعنی یه چیزی رو دیده فقط میخواد پیاده کنه به زشتن شکل ممکن میدونی که اکبر ایمانی یه گل داره تو سنت نفت که همه اونه که تو استادیوم بودن میگن حالا نمیدونم اون جنبه آبادانی ماجر و آب و تابش چقدر میگن یکی از زیباترین گلهایی که تو لیگ ایران فیلمش نیست کارگردان از دست داد آره، آره، کلا آره، 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 رفت تموم شد نداریم خب آره, آره دوربین بوده تو یعنی ست... دوربین نده بوده تو بازی ما اون گل رو نداریم یکی از بهترین گل‌های تاریخ لیگمون رو نداریم جدا از اون اصلا علاقه عجیب و غریب کارگردانا که واقعا نازل بودن سطح کارگردانی نشون میده الان همین هفته اگه گوش در واقع اینو نش نخوان اسلش کنن بازی استقلال ملوان اگه تو گیلان برگزار شه نمیدونم قرار تو گیلان برگزار خب کارگردان گیلان یه عادت عجیب غریبی داره اینکه حتما باید تو شروع بازی نیمکت ها رو نشون بده حتما این موقعی که بازی تو جریانه شما مثلا ممکن تیم اونجا گل بزنه ولی این دوستان نیمکت نشون بده هر دو تا نیمکت هم نشون بده حالا میگی اگه نکن خب خدا کن کن ببینید چیزی که ما دیدیم و باشه حالا شما تهش عمدتا دارید بازی ورزشگاه آزادی رو میبینید واقعا حسش کمتره اینا که خیلی آدم بازی های... یه کارگردانی بازی شبکه غزوین داره بازی تیم اسمش چیه غزوین شمسازر. شم خب این واقعا باید مسئول 90 درجه تهیه راشا 90 درجه تو نفس. چون همه چی دوست داره جز فوتبال یعنی اگه آدم مثلا این آدم برگزار کننده دور زمین یکیشون شروع میکنه مثلا 360 درجه حالا آره 90 درجه سابق منظورم بود آدمای دور برد مثلا زمین یکیشون شروع کنه با موبایلشون حرف زدن و در این حال اون تیم مثلا رفته تو یک سوم حریف ترجیم میده اینکه یکی داره کنار زمین با موبایل صحبت میکنه نشون نشون البته این این کنار زمین نشون دادن و اون آدم رود رو سکون نشون دادن این یه داستانه هم داره که ما, ما مثلا ممکنه بی خبر باشیم از اون فقط بگم که آشناهاشون نشون در تهران مثلا یه کسی از سالها مسئول اون واحد شیراز سیاره هم یه داره معروفه و کسایی که میرن تو استادیوم میرن قبلش با ایشون هماهنگ میکنن رفیقشن یا هر جوری بعد این آدم بسیار الان آدم معتبریه باهاش هماهنگ میکنه میگه من اونجا نشستم و اینا مثلا موقعی که تیم مربی تیم نداره یا پیشکسوت استقلال پرسپولیس یهو میبینی وسط بازی تصویر میره روش و بعد گزارشگر اگه جواد خیابانی باشه میتونه ده دقیقه هم در موردش صحبت کنه و اینا معمولا اینجوریه و حتی یه وقتایی فک فامیلشون نشون میدن اگه یه آدمی زوم میکنن و تو اصلا نمیفهمی اون ناراحتی که تو میگی اصلا نیست و قیافش الان ربطی نداره اون حتما یه نسبتی با یه کسی داره که به آقای عبدالله خان آره ما کلی به ذهنمون فشار میاریم گهدن. فکر میکنیم طرف آدم معروفیه نه که اونور وقتی نشون میده مثلا براد پیت مثلا تماشا چی یا بوریس فکرن نشسته ما اینجا فکر میکنیم لابد کسیه دیگه هر فکر میکنیم بنده <تصفح> خدا کیه و بعد <تصفح> یه چیز دیگه در واقع این تنزل کیفیت این که در واقع بی کیفیت بودن یه جلوه دیگه شان واقعا تو خود بحث گزارشگریه یعنی ما میبینیم که به ندرت مثلا گزارشگر خوب تو فوتبالمون هست واقعا مخصوصا حالا تو شهرستان که باز اینو بیشتر هم داریم میبینیم اینم باز دوباره همین جوریه که احتمالا سر آشنابازی و فامیل بازی یعنی یکی مثلا یه تو حالا من اسمشو نمیبرم ولی مثلا تو یه شهرستان یکی انتخاب میشه که واقعا حرف میزنه تو میفهمی که آقا این حداقل واسه کاری که این شغلی که قراره توش آدم حرف بزنه نباید انتخاب شه اصلا... مشکل آره بعد اصلا خود نفس حالا جدا از این بحث مسئله شناخت تقریبا تمام گزارشگران و بازیکنان فوتبال نمیشناسن یعنی ما تو متریکا تاکید اکیدن اکیدا تاکید میکنیم به بچه ها که به هیچ وجه به صدای گزارشگر نم. صدای گزارشگر رو ببندید چون اونا شما رو فریب میدن و باعث میشن که شما مثلا ایونت ها رو واسه بازیکنان اشتباه مثلا در در نظر بگیرید یه گزارشگر بوده که حالا اون یه دونه استثنا بوده که معمولا مثلا واسه من یه خورده مایه تعجب بوده تک که دیدم مثلا بازیار رو میشناخته که عباس خان خب که اینقدر به نظر من نمیدونم واقعا کلمه ای که میشه این کلمه رو به کار برد به نظر من اینقدر گزارشش مستهجنه یعنی من اصلا دوچار شرم نیابتی میشم وقتی این گزارش میکنه احساس میکنم دارم یه فیلم زشت میبینم خب این که اصلا دیگه واقعا یعنی ما قبل کیفیت آها بحث اونو دیگه اصلا اون نمیدونم اینجوری نیست که تو میگی نمیشناخت واقعا نه به نظر من میشناخت من مثلا یه بازی یه پی... معروف هست موقعی که اومده تست داده و اینا مسابقه گزارشگر اون خارجی خارجی آرسنال و... اره. اونجا رو برای مسابقه اومده برای مسابقه اومده فکر کنم 5 ترکیب آرسنال رو نمیشناسه ببین یه چیزی من بگم در مورد میگم آقا زندگی ما میشیم زندگی اون مثل کیفیت فوتبالمونه دیگه زندگی ما امروز واقعا به مثل کیفیت فوتبالمون خیلی بالا نیست و تقریبا نازله وقتی زندگی زیرزمینی داریم ما آه آه، من نه، من اونو نصف. کاری ندارم آه. ولی ما حداقلش اینه که ناراضییم و میایم نشون میدیم نارضایتیمون رو میایم میزنیم تو سرمون افسوس میخوریم میفهمیم زندگی با کیفیت چیه فدراسیون و فوتبال و سازمان لیگ انگار اصلا متوجه نیستن که آقا کیفیت بهترم میشه داشت یعنی میشه تصویر بهتر در واقع از فوتبال ارائه داد ایمیج بهتر میشه تولید کرد حتی متوجه اینم نیستن حتی نمیان یه بار بزنن تو سرشون بگن آقا این چه گزارشگریه من این هزار بار گفتم و همیشه هم میگم بابا یه بار بیاید اعتراض کنیم به صدا سیما بگی آقا این چه گزارشگریه میذاری این چه دوربینیه این چه زاویه‌ایه؟ چرا اون گل ایمان اکبر اکبری و ما دست دادیم خب یه بار اعتراض کنید به این, این محصول مال شما اسلام صبا این این چیزی که شما دارید در واقع تمام کاری که دارید می‌کنید خروجیش میشه همین که تلویزیون داره نشون میده الان که دیگه تماشاچی هم نداریم دیگه در نتیجه فقط همینه دیگه و تو اینقدر رو این حساس نیستی یه بار بیای به این واکنش نشون بدی ولی هر وقت لازم بر برعکسش دید. برعکسش هر وقت پاش میفته میان لو میدن و چیز بکنه. آقا یار دوازدهم بابا کجا یار دوازدهم به خدا اگه دشمن یکم داشته باشه فوتبال صدا و <تصفح> <تصفح> یار کجا بود من اونجا حرف هیبا که گفت چرا اعتراض نمیکنن کنن میخواستم بگم چه شکلی مگه میشه اعتراض کرد آقا الان کاری که پرسپولیس استقلال شروع کرد آقا به قول همینه دیگه حالا اون خدا تراکتور سمبولیک حداقل یه بار یه نامه‌ای بنویسید بگید نه در در موارد اینجوری در مثلا بگید آقا من بدونم که حساسید شما هم همین چیزی که من به عنوان مخاطب برام مهمه کیفیت دوربین کیفیت تصویر کیفیت گزارشگر سر چهار تا بازی اعتراض کنید آقا چرا با دو تا دوربین با یه دوربین ضبط میکنید یه بازی بابا اگه امکانات بیارن که بدتره که مثلا یه جا از این چیزا میارن هلی میارن کل دیخ... بازی کشت... رو و اون زیبایی از ورزشگاه دقیقا اینجوریه که بخوام به همه نشون بدن که ببینید ما چی داریم مثلا یعنی یه هلی میارن جایی که مثلا یه بود هی 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 وسط بازی مثلا تیم از بالا میبینی که به نظر میاد تیمه رفته تو یک سوم و یه دقیقه برو رو نمای اصلی حالا نه مثلا باید ما نمای مثلا شهر رو تو خاموشی که استادیومش روشنه از بالا ببینیم در که دارن ولی کم کم عادی میشه اون بیارن امکانات و بعد ممکن عادی بشه و مثل آدم پخش کنم مثل آدم ببینیم حالا آره. اول از همه یه کارگردانی لازم داریم که سرعت در واقع تصمیم گیریش بیشتر باشه ارتباط سریعتری بین انگشتش و مغزش برقرار باشه که بتونه درست این اینا،, 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 اینا, اینا, مثل مثل فوتباله یه دانشه شما نگاه کن شما مثلا فوتبال وقتی میخوای فوتبالت پیشرفت کنه میری دانششو میاری دیگه میری مربی میاری میری نمیدونم کلاس برگزار میکنی ارتباط صدا و ما با دانش روز به نظرم قطعه یعنی من نمیدونم آخرین باری که مثلا چهار تا کارگردان فوتبال خارجی اومدن ایران کلاس گذاشتن برای کارگردان ما کی بوده من اطلاعات ندارم ها ممکنم است ولی من فکر نمی کنم مگه میشه مثلا اینا برن تو دورای مثلا پیشرفته کارگردانی فوتبال ببینن و بعد خروجیش بشه این اگر اینجوریه پس آدمهاش اشتباه انتخاب شدن برید آقا من گفتم بید. بهتون قزوین یارو فوتبال دوست نداره خب یعنی دیگه چجوری نشون بده وقتی اینکه یکی کنار زمین با بابای صحبت میکنه واسه جذاب تره تا با... یه با اکو فامیلش اینجوری باید کل شهر فکو فامیلش باشن شما یه بار بازی از شمس لیگ یک شروع میشه دیگه یه بار بازی قزوین رو ببینید ببینید چیکار میکنه همش داره در دیوار نشون میده شبکه قزوین <laughs> تو یه تلویزیون های استانی بابا فوتبال دوست ندارن یه دونه همین روز بازی دوستانه داشتن میکردن اون وایرال شده بود که وسط بازشون بغ رفت فکر کنم خورا. با داشتن بازی میکردن خیلی سری بازی کردنش میرفت تو هاشم سازر بود دیگه فکر کنم توی قزوین بود فرق ورزشکار رفت همه چی تاریک شد یه ذره سعی کرد تو تاریکی ادامه بده بعد دید کجا میخوام برم آخه این شکلی تاریکی باش سری شوت بزنی این هفته بازی نفت از چه ما یه, آره یه لحظه تاریک میشه سری شوت رو میزنه میکنه تو گل من یاد این یه سریالی بود اسم کاکتوس نمیدونم یادتون میاد آره آره با قلم دیزید یه جا فوتبال میذارن بعد اینا خیلی اوضاعشون خوب نبوده همش اونا اون گل میزدن و یه جایی تصمیم میگیرم میگن آقا ما برق خاموش میکنم بگید گل داد بزنید گل بعد <applause> این برق خاموش کرد گل هم نزدم فقط داد آره پیش توپ اونوره آره نفت مسیح سلیمان تا یه ذره تاریک شد گلش رو زد این هفته 13 تا گل توی روشنایی داشتیم و یه گل توی تاریکی شد چی شد که فایت مذاکرات شد آره فقط من برای اینکه بگم چقدر وضعیتمون واقعا به تنز و فکاهی نز شبیه امروز همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم یه جلسه ای تو وزارت ورزش با حضور معاون وزیر ورزش شد جوانان برگزار شده بررسی علل و پیامدهای رفتار هواداران کدوم هواداران نمیان یعنی الان مهمترین مسئله ما اینه که آقا مثلا نمیتونید هوادارا رو را بدید یه هفته که راه ندادید اول گفتید سی درصد به دروغ واقعا چقدر راحت دروغ میگن به دروغ گفتید کرونا ما هم موقع گفتیم آقا کرونا نیست به خدا چقدر گلوونو پاره کردیم آقا نگید کرونا هیچ <applause> جا کرونا نیستش گفتن نه کرونا ستاد مبارزه با کرونا اون ستاده چقدر چیز مسخره یکی به راحتی حاضر بیاد تو بازی اینا اعلام کنه آره با اعلام من مثلا سی درصد شده بعد معلوم شد خب کرونا نبوده کلا راه ندادید هفته دومان که میگید راه نمیده بعد به جای اینکه بیاد میگه آقا این مسئله ما مشکل ما که خب الان که دیگه معلوم شد چیه دیگه مشکل این که فیفا این دفعه به نظر میرسه جدی گرفته ورود خانوما رو گفته که آقا شما چند بار تا حالات قول دادید ما جلسه گذاشتیم اومدیم تو ایران این فانتینو با رئیس جمهور جلسه گذاشته با دوره آقای روحانی و ایشون قول داده قول مساعد داده بعد ما نامنگاری کردیم مسئولان وقت فدراسیون امضا دادن تعهد دادن از این چیزا که فکر میکردن که آقا حالا ما داستان مال شیش ماه بعد از کجا معلوم ما باشیم اتفاقا هم نیست اون آقا آقایی که آقا دوره سرپرستی آقای بهاروند بوده یه تعهدی داده بوده اون موقعی که سرپرست فدراسیون بوده که آقا با شما از لیگ بعد هم لیگ قهرمانان و هم لیگ داخلی ما خانوما رو را میدیم بدون هیچ تبعیضی و بدون هیچ مشکلی و بعد الان میگه آقا این ده بار شما اومدید ما اومدیم رئیس جمهورتون گفته اوکی وزیر ورشون گفته اوکی خودتون تو نامتون هست و امضا کردید خب اومدن چیکار کردن دوباره صورت مسئله رو پاک کردن گفتن خب اصلا ما تماشاچی چی نداریم خب الان وزیر وزیر که ادعا کرد الان نامه جدیدشون اجبار نیست اینا گفتن توصیه کردن چیز افتادم یاد اون داستان آقای مصطفی افتادم که اون موقعی که فیفا داشت فوتبال ایران رو تعلیق میکرد قبل از کمیته انتقالی و صفای فرانی اینا گفتش نه فیفا هیچ وقت همچین کاری نمیکنه فرداش تعلیق شد رفته بود علی آبادی اینا رو گول زده بود گذاشته بودنش مسئول فدراسیون گفته بود نه من ارتباطم با فیفا خیلی خوبه فیفا هیچ وقت این کارو نمیکنه بلا فاصله در واقع ما تعلیق شدیم یا مثل ماجرای حذف استقلال از آسیا که گفتن یه جریمه داره امیر قلعه نویی گفت رو میدیم فرداش حذف شد نیزون. و اینم الان ادعا کرد که دقیقا جملهش این بود دیگه گفت اجبار نکردن که حتما بعد این اتفاق بیفته یه توصیه, یه توصیه کردن که کم کم مشغول بشید کم کم خانم‌ها رو بیارید ولی الان در عمل چیزی که می‌بینید و بعد ادعاشون برای هفته اول این بود که سامانه ی بلیت فروشی مشکل پیدا کرده هیچ مشکلی نداشت ما تو تو کامنت ها هم داشتیم که من برای اولین بار تونستم راحت بدید بخرم خیلی بیت خریده بود بعد از اینکه گفتن کرونا و 30 درصدش کردن اول گفتن کرونا سی درصدش کردن بعد که دیگه کلا کنسل شد گفتن سامانه بلیت فروشی گفتن سامانه بلیت فروشی یعنی دو تا دروغ تو یه هفته در مورد یه آره مهم. که خیلی‌ها گفتن میگم تو کامنت داشتیم هم داشتیم گفتن که ما حتی از سریای قبلی راحت‌تر بدید خریدیم و سامانه خیلی اوکیه حالا اصلا گیرم سامانه مشکل داشت چند روز طول میکشه درست بشه این سامانه مگه الان هفته دوم شد و بازم این اتفاق داره تکرار میشه بعد از اون برم که تیم‌ها میگن چون میزبانی ما بی تماشا چی بوده برگشتش هم بی تماشا چی اگه اینا همینطوری برن تا پایان نیم فصل نیم فصل دوم هم. که دیگه خود باشگاه درخواست می‌کنن احتمالاً کسی هم که هیچ اعتراضی نداره دقیقا میگه نکته نامید کننده اینه که باشکایی چه اعتراض هیچ کدومی چه اعتراضی نکردن واقعا نامید کننده فقط مدیر آمده نساجی گفت به موضوع که ماجرا میدونیم سر ورود زناس بر قضیه برده. و قضیه بروده حالا شاید کسی دیگرم گفته ما نشتیم بعدی... اعتراض نکرد گفت میدونم که ورود گفت ما لو داد ولی اعتراض نکرد ام. تا کجا میخوان هزینه این ماجرا رو بدن واقعا مثلا جالبه میخوان تا چقدر حاضرن هزینه بدن واسه این یعنی دیگه اینقدر عیان شده و اینقدر دیگه دستشون رو شده که چی جوری دارن دروغ میگن در مورد ماجرا یه بارم کاش اصلا به اون توضیح بدن چرا واقعا انقدر واسهشون مهم میزنن نیان یعنی یه بار بگن. یه بگم حتی از نظر قانونیش یه بار من خودم رفتم بررسی کردم که آیا قانونی داریم ما که مثلا در مورد اینکه خانم‌ها وارد نشن به استادیوم هیچ قانونی وجود نداره یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که کلی مصوبه داره در مورد چیزهای مختلف یه مصوبه داره تو یکی از بندای اون قانون نیست هستن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که گفته بودن اینا میشه یه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بذاره بگه آقا اون مصوبه مثلا اون بندش ما میتونیم برداریم دولت قبل من به نظرم میومد که داره به سمتی میره که حل کنه و حتی مثلا خود روحانی هم نشست با این فانتینو و بعد تو وزارت ورزش هم یه عزمی بود معاون زنان خیلی عزم جدی داشت و معاون زنان رئی جمهور خیلی عزمش جدی بود چند تا نماینده مجلس بودن خانمایی که رفتن استادیوم اون دوره به نظر می اومد که یه توی در واقع یه شک گرفته که این حل بشه کم کم ولی الان حتی دیگه اونم نیستش متاسفانه به همین بحثی که کردیم دیگه سر ماجرای مشهد و مفصل در این خانم ارزانی واقعا هیچ دلیل و منطقی پشتش وجود نداره و وقتی هم که تصویر ذهنی میگیری از روزی که خانما دارن وارد ورزشگاه میشن با آقایون دارن فوتبال میبینن ورزشگاه های ما که تو اغلب بازی ها تماشا انبوه اون شکلی نیست مردا قطعا معدبتر میشن قطعا فضای ورزشگاه بهتر میشه روی فضای بازی رو کنارش تاثیر میذاره به قول رضا این همه هزینه رو برای چی داری میدی بابا اون در لعنتی رو باز کنید اینا برن تو به خدا قسم جاهای دیگه مگه مردا و زنا کنار هم دارن چه سینما فیلم تماشا نمیکنن مگه تاعت بینن مگه تو فضاهای عمومی نمیرن بعد اصلا یه چیز واضحیه هر جایی که خانم هستن بیشتر خوش میگذره یعنی شما اینو نمی... یعنی شما اینم نمیفهمید خب هر جایی که خانم هستن اوضاع اصلا بهتره اصلا کارا بهتر پیش میره اوضاع هم بهتره خیلی هم بیشتر خوش میگذره این دیگه واقعا نیازی نیست که معنی کلمه زیرب تو <تص> بدونید یا از مسائل پیچیده سر در بیارید به خدا نه موقع اصلا دیگه حرفی واسه گفتن نمونده تو این زمینه دیگه انقدر ماجرا بدیهیه که احساس میکنی مثلا داری با اعماق تاریخ حرف میزنی مثلا باید برگردی مثلا با خط میخی مثلا باشون با حرف بزنی توضیح بدی ماجرا رو دیگه از آدم امروز واقعا اصلا باور کردنی نیست که مثلا یعنی دیگه... اصلا نمیدونم دیگه به نظر مثلا ادامش ندیم بحثو و دو سه بار فقط اینو بگیم که دو سه بار به شکل استثنا تو بازی تیم ملی کامبوج فلان این اتفاق افتاده خاطره بدی دارید از اون ماجره ها آقا این مسئول واقعا اتفاق بدی افتاد خیلی چیزی خواب کدومتون آشفته شد